بینندگان عزیز سلام، امیدوارم سال خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و سال بهتری پیش رو. 1396 گذشت و رفت و تمام شد و 1397 از دیروز ساعت 12:15 اینجا شروع شد و خیلی جالبه. این آقای ترامپ اصرار داره که تغییر هوا، گلوبال وارمینگ، اینها یه دروغه که توسط دموکرات ها پخش شده، ولی میبینیم که اصلا نظم و نظام طبیعت به هم ریخته. مثلا توی واشنگتن توی این ایام معمولا، یعنی بعد از فوریه دیگه ما برف نداریم، ولی همین الان که با شما صحبت میکنم برف بسیار سنگینی شرق آمریکا رو پوشاند و هنوز هم داره برف میاد. و همونجوری که میبینید، من یکم بیام این ور، شما ببینید این مجلس رو، و امروز با وجود همه این برف ها و اینها مجلس، هم سنا هم مجلس نمایندگان، به اصطلاح هم مجلس شورای ملیشون دارن کار میکنن. اجازه بدین که برگردیم از این خانه نمایندگان به خانه خودمون و شما در این خانه در تلویزیون مردم میتونید برنامه داشته باشید. و خیلی خوشحالم باز دوستان آمدند و با وجودی که امروز اولین روز فروردین هست، نرفتن دید و بازدید یا رفتن و آمدند و نشستن تماشا میکنن. اول فروردین 1397، 21 مارس یا مارس 2018 میلادی. ممنونم از علی آقا که نوشته بود ببخشید من خارج از شهر بودم و نتونستم برات تاریخ رو بفرستم، ولی تاریخ ها رو فرستاد. میبینید 21 مارس و اینجا هم به فارسی نوشته سربی با مردم، چهارشنبه اول فروردین 1397. سال نو مبارک، هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. خبر خوشی که توی آمریکا هست این هست که در طی 19 روز گذشته افرادی که در آستین تگزاس زندگی میکنن مثل آقای حسیبی، احتمالا ترس و وحشت گرفته بودشون که یه بسته ای اگه بیاد در خونهشون منفجر میشه. بعد که پلیس پیام داد و اون آقای جوانی که این بمب ها رو منفجر میکرده گویا شنید، روشش رو عوض کرد و نوع بمب ها رو عوض کرد و از انفجارم به یه بمب هایی که آتش سوزی را میندازه تبدیل کرد. و خلاصه این که همون جوری که گفتم، این دوستانی که فکر میکنن خیلی زرنگن، مثلا تو دوره شاه آبدارچی بودن تو ساواک و فکر کنن خیلی باهوش بودن، یه جوون بدبختی رو میگرفتن دوتا تو گوشش میزدن و اینها، مثل همین آقای زاکری که دوره آخوندا تو وزارت اطلاعات بوده فکر میکرد خیلی زرنگه. ببینید چجوری الان خودش در دست پلیس و دادگاه گرجستان، پسرش در دست پلیس و دادگاه زندان کانادا اسیر شده. و باید مواظب بود و میگم ما آدم ملت عصبانی هستیم و اینها، ولی باید حالا که اومدیم اینجا و آزاد هستیم از این آزادی سوء استفاده نکنیم. خلاصه برگشتند و نگاه کردند و دیدند که این آقا از کجا پست میکنه، از کجا میاد، کجا میره، و رفتند دنبالش. وقتی که تعقیبش کردن، این آقا زد از جاده بیرون، افتاد اینجا میگن دچ، توی گودی کنار جاده. و وقتی که دید دارن پلیسا میان نزدیکش، من ازش ممنونم، خدا پدرش بیامرزه، خودشو یعنی بمبی که تو ماشینش بود منفجر کرد و این خرج دادگاه و زندان و وکیل و اینها رو از رو دست مردم برداشت. ولی بعضی وقتا وقتی اینا این کار میکنن، اون وقت شما نمیفهمی که چه کار هدفش چی بوده، چرا این کارا رو کرده و اینها، مگر اینکه از خودش یادداشتی نوشته ای دفتری گذاشته باشه که پلیس اونها رو الان داره بررسی میکنه. و خلاصه مطلب این که این آقا 19 روز ترور و وحشت در یه شهر آمریکا راه انداخته بود، دیروز از دیشب گفتن که کشته شد و تموم شد. و احتمالاً چون آمریکایی هست، احتمالاً چون سفیدپوست هست، فوری میگن این اختلالات روانی داشته
و خیلی هم پسر خوبی بوده. از همین امروز آماده کردن من شما رو که با همسایه هاش صحبت میکردن، همسایه گفت خیلی پسر آروم و خجالتی و اینها بوده و از آدمای این روزا، حتی با یه پیرمرد صحبت میکردن گفت از نوه های خود من به من این بیشتر سلام علیک میکرده. آقای اوستا من هم به شما تبریک میگم، درود بر سوری عزیز، نوروز بر شما و خانواده محترمتان خجسته باد، سالی پر از موفقیت و سلامتی را پیش رو داشته باشید. آقای همایون مبصری میگه که هر روزتان نوروز، منم به شما میگم نوروزتان پیروز. آقای مبصری عزیز، من میدونم که شما اهل لا ان اوردر هستید. اجازه بدین با آقای گلن ترشیزی هم که احتمالاً امروز به خاطر برف تعطیل هست و به ما پیوسته، تشکر کنم. سال نو رو به خودش و خانواده گرامیش تبریک بگم، امیدوارم سال بهتری باشه برای همه ما، حتی برای مجاهدی و اینگا که این بنده خدا انسان نیستن، حتی برای اونها. در هر صورت آقای مبصری عزیز، شما که اهل قانون هستید، فیسبوک قانونش میگه که مخصوصا توی پروفایل شخصی باید عکس خودتون باشه و توی حساب و این چیزایی مثلا بیزینس اینا میتونید هر عکسی میخواید بذارید. دلیلش هم اینه که اینا میخوان عکس و اطلاعات و مشخصات شما رو بفروشن. یادتونه که دوشنبه من پیام یه نفر پخش کردم که بزرگترین ایرادی که از سوربی گرفته بود این بود که گفته این فیسبوک کوفتی. حالا اینو داشته باشید، دیروز یه نفر زنگ زده به من میگه آقای سوربی من باورم نمیشه تو چقدر جلوتر از ماها هستی. گفتم نه آقا جلوتر نیستم، من یه نگاه دیگه دارم، شما یه نگاه دیگه داری، من یه نگاه دیگه دارم. و گفت که امروز 34 بیلیون دلار فیسبوک قیمتش سقوط کرد. اولا قیمتای اینا یه چیز مسخره الکی، یه دفعه یه جوونی میاد یه پروگرام درست میکنه بیلیونر میشه، بعدم تازه خیلی لطف میکنه 90%ش به مردم میده، مردم هم نمیده به چریتی و فلان اینها، و قیمت میره بالا. یه عده‌ای هم هول میشن، گرید، این گرید یعنی طمع، هرس، طمع، و میرن اینا رو میخرن، هی با خرید خودشون این قیمت ها میره بالا بالا بالا. در امروز بیش از 50 بیلیون دلار قیمت فیسبوک آمده پایین. آقایی که بزرگترین ایرادی که تونستی از من بگیری دزدی شاه نبوده، گی بودن شاه نبوده، تنبل بودن بچهش نبوده، قسم دروغ خوردن بچهش نبوده، این بوده که سوربی به فیسبوک توهین کرده، به عالی جناب فیسبوک گفته کوفتی. بله این از کوفتی هم بدتره. امیدوارم شما انقدر این سهم فیسبوک رو خریده باشی، چون معمولا اینایی که ببخشید یه مسئله بدیه، میگن پول فلان دادن خرج فلان میشه، اینایی که پولای دزدی و اینها از ایران آوردن، چه دوره شاه چه دوره شیخ، اینا رو باید یه جوری خرج کنن. و چون اینا طمعکارن، اهل کار نیستن، اهل سرمایه گذاری و ریسک، قبول ریسک نیستن، کجا سرمایه گذاری میکنن؟ جایی که بگی من نشستم تو خونه بانکای ایران 25% سود میدن، جایی که من نشستم خونه استاک مارکت امروز میذارم یه دفعه 30% کوکاکولا میره بالا، AT&T میره بالا، برای چی؟ اصلا این استاک مارکت یه بازار دروغ و شالاتان بازیه که فقط خودشون پول میسازن. همچین که میخوان یه چیزی رو زمین بزنن، میان استاکای خودشون رو میفروشن، فردا یه خبری رو پخش میکنن، همه چی میاد پایین، وقتی همه چی اومد پایین دوباره میرن میخرن، شروع میکنن خبرهای دروغ، اینا رو میبرن بالا. بالاخر اون چیزی که مهمه، فیسبوک در حقیقت کوفتی بوده و هست و خواهد بود. صاحبش الان چند روز پیداش نیست، این آقای سوکر نمیدونم فلان، اینجا میگن ساکربرگ یه چیزی، الان چند روز پیداش نیست. بابا یه چیزی یاد بگیرین، یه نفر که یه حرف میزنه فوری فوشش ندین، بگید ببینیم این چرا اینو گفت، بریم تحقیق کنیم و الی آخر. امیدوارم امسال سال 1379 سال تحقیق باشه. فیسبوک رو براتون گفتم. و اما روز شادی و اینجا هپینس، شادی و شادمانی، 20 مارچ، خیلی جالبه ها، اولین روز بهار رو با به اصطلاح به عنوان روز شادی و شادمانی انتخاب کردن. و چون اینجا ماه مارس 3 هست،
و بیستم میشه اول فروردین، 320 یعنی مثل 320. بعد یه دوستی که دیشب داشت آقای جیمی کیمل میگفت، میگفت که باید بذارن 420. 420 عددیه که نمیدونمم چرا، بس که یه قانونی هست و اینها در رابطه با علف و حشیش و این چی میگفتیم، بنگ هم میگفتن تو ایران، نه بنگ، علف، حشیش، اینها. در صورت میگفت که آقا به جای 320 بکنین 420، خیالمون راحت کنین. روز خوشحالی رو بهتون تبریک میگم، امیدوارم که خوشحال باشید. و اما یادتونه که هر وقت یه جشنی هست دوستان میگن آقا این اصلا کریسمس مال ما بوده. من یادم پدر بزرگم به این کریسمس میگو روز نمیدونم ایرانیان جشن میگیره. انقدر هی گفتید کریسمس مال ما بود، انقدر اینجوری کردید که حالا روز اول چیزم، روز اول بهارم ما چنین برفی گرفتار شدیم که انگار که کریسمس و کریسمس و نوروز قاطی شده. بله میگه که عیدتان مبارک، امیدوارم سال خوبی در پیش داشته باشید. خیلی ممنون دوستان، و من هم برای همه شماها که یک سال با ما بودید سال خوبی آرزو میکنم. امیدوارم امسال بتونید حمایت کنید. حقیقتش ما طلبکار کسی نیستیم، ولی یه جوری به آدم بر میخوره، میگه خب آقا من نمیدونم، شما پناهندم که باشی، والا ما هم پناهنده بودیم، ما هم با دو تا بچه تو آلمان زندگی کردیم، اون خرجام اون موقع همش تبدیل بود، تا یه چیزی میگفتن میگفتیم ای این به دلار میشه اینقدر، به مارک میشه اینقدر، ولی خب قهوه‌مون رو بالاخره میخوردیم، آبجومون رو میخوردیم، آب میخریدیم میخوردیم. نمیدونم یه چیزی یه جایی رانگه، یعنی کارمون یه جایی میلنگه، مثل موتور 8 سیلند که میره راه میره، مسافرم سوار میکنه، ولی یه جاییش یه شمعی شکسته، یه سر دلکوی بر نمیرسونه، اصلا دیگه این چیزها هست، چکش برقی یه جای اشکال داره و اینها، یه جای ما اشکال داره. و دوستان باز هم دارن میفرسن A Flame International Tonight with Ahura ماهرو and DJ. آها اینا تبلیغ برنامه های مختلفیه، مثلا همین دیروز گرین هاوس گویا یه خواننده ای رو گذاشته بود و 20 دلار هم ورودی. و چرا نه، شما میخوای بری مبارزه کنی برو مبارزه کن، میخوای بری خوش بگذرونی برو خوش بگذرون. یه چیزی که من حالا امروز ویدیوی آقای چمنارا بالاخره حاضر شد و بعد از برنامه خودم براتون پخش میکنم متوجه شدم اینه که خود منم همین جورم، نمیان بگیم که هدف من چیه، اگه با هم موافقید بیان، چون ما میگیم هدف، برنامه، وسیله، یکی از وسائل رسیدن به هدف نیروه، حالا چه نیروی انسانی، اینجا میگن من پاور، چه نیروی نمیدونم تو ایرانی چی بهش میگفتیم، همین نیروی انسانی دیگه، که این آجر رو از اینجا برده بذار اونجا، اگه میخوای خونه بسازی آجر باید داشته باشی، حالا هم که آجر داری آجره رو باید یکی بیاره بذاره اونجا روی همدیگه، بلدم باشه بذاره روی همدیگه، و الا بد میذاره، کج میذاره، میریزه یه نفر شما رو میکشه، آجرات هم میشکنه و اینا. آقای چمنارا اون روز به من میگه که شما گفته بودی صحبت میکنی و اینها و صحبت نکردی که منم بتونم بیام جواب بدم. من به آقای شاهین فاتحی خوش آمد میگم. همیشه آقای فاتحی من فکر کردم شما خیلی باید مسن باشی، شاید با اون آقای دیگه هست که توی چیزا میبینمش توی سمینارا و اینها، یه مدتی هم تو دفتر آقای رضا پهلوی بوده، شاید با اون اشتباه میکنم. در صورت خوشحالم که شما یکی از بیننده ها هستین، باعث افتخار، امیدوارم شما هم در برنامه ها باشید و بیان نظرات خودتون رو بگید. بله خیلی ممنون. و آقای چمنارا گله کرد که شما گفتی میگم ولی نگفتی، گفتم والا اون دوست مشترکمون وقتی ما داشتیم نامه مشترک مینوشتیم، من فکر کردم شما رو هم در جریان گذاشته که گفته که آقا فعلا چیزی نگو، من خودم هفته آینده میام راجع به این سازمانی که آقای چمنارا چنین میگه و فکر میکنه من اینجا شدم مأمور در بهشت و جهنم صحبت میکنم. بعدم گفت آقا من اصلا اسمم هم از این سازمان درآوردم و شما اگه بری نمیبینی. حالا من میخوام ببینم که وقتی آقای چمنارا اعتبار میگرفت که آقا ببین فلان دوستتم اونجا هست، حالا که دوست ما رفت شما هم دست و پاتو جمع میکنی از اونجا بری یا وای میسی.
ولی ماجرای آقای چمنارا بهتون گفتم دوستان، اجازه بدید من یه اینوایتی با برای یکی میفرستادم و اون رو هم فرستادم. بعد ماجرای آقای چمنارا تا اونجایی که من ایشونو میشناسم خیلی آدم دلسوزیه، دلش میخواد یه کاری انجام بده، بلده یه کاری انجام بده در رشته برق، نیروگاه ها ساخته، هنوزم میره میاد چه هندوستان چه جاهای دیگه، ولی از روزی که در کار سیاست وارد شده، آخه اینا هم قسمت های مختلف دیده، شما یه روز بیان برین تو این مجلس میگه اینجا کمیته نمیدونم ویز اند مینز، اینجا کمیته سکیوریتی، اینجا کمیته اسلحه، اینجا کمیته نمیدونم امنیت، اینجا هر دهتایشون دوازدهتایشون یه جا جمع شدن دارن یه تصمیمی میگیرن، این کمیته بودجه. همین امروز دوباره ما مشکل بودجه داریم، باورتون میشه چند دفعه در یک سال اینجا تو آمریکا نمیتونن بودجه خودشون رو تأمین کنن، هی این اونو به اصطلاح خط و نشون میکشه که اگر این کارو کردی من امضا میکنم، اون یکی رو تهدید میکنه اگه این کارو نکردی من نمیکنم، خلاصه ملت هم بدبخت همینجور وای میسن، مردمی که اینجا باید چکش رو بگیره جمعه، بره بانک پول نقد بگیره، بره خوراک بگیره برای چند روز آینده، بره قسط بده برای ماشینش، بره اجاره بده برای خونش، بره پول آب و برق بده، بره بنزین بزنه تو ماشینش که بره دوباره سر کار. اینا رو تو هوا نگه میدارن، معلق شنیدین؟ همین بلا تکلیف برزخ، طرف نمیدونه فردا صبح باید بره سر کار یا نه. حالا تا همین الان گفتن که به نظر میاد توافق کردن، مطمئن نیستم، اگه کسی میدونه که امضا کردن اینها به من خبر بده. و اما این ماجرای از بس ما گفتیم کریسمس مال ایرانی ها بوده و جشن میترا بوده و چنین و چنان، نوروزمونم اینجا برفی شد. آمریکایی ها میگن مواظب باش برای چی آرزو میکنی، ممکنه همون گیرت بیاد، ولی وقتی آرزو کردی نمیدونی چه بدیایی داری. یا تو میاد یه داستانی بود، یه آدمی میگفت یه شاهی بوده، حالا ببین یه شاهی که همه چی داشته، بهش گفتن چه آرزویی داری، گفته من به هر چی دست میزنم بشه طلا، آرزوش برآورده میشه، دخترش میاد بغل میکنه ببوستش میشه طلا، آب میخواد بخوره میشه طلا، میاد کفششو بپوشه کفشش میشه طلا، میبینه عجب روزگار بدی برای خودش آرزو کرده. اینم همین ماجرای است که هر جشنی هر جا هست، شما مثل مجاهدین دیدی بودی بمب تو مشهد منفجر میکردن میگفت ما هستیم، آمریکایی رو ترور میکنن میگفت ما هستیم، حالا یکی یکی با جوابگو باشن. نکنید آقا، آقای چمنارا دوست عزیز دوست گرامی، ببینید من ویدیو شما رو بعد از برنامه نشون میدم. دوستان اجازه بدین من بگم که در حین تماشای ویدیوی ایشون شما چه چیزایی میبینید. یکیش این هدف، بذارید اصلا بیارمش برای شما هم اینجا، هدف آقای چمنارا رو ما اینجوری بفرسیم بره توی سیستم. شما الان نگاه کنید اینجا پلیر دو هدف رو نشون. خب هدف قانون اساسی حکومت پارلمانیست. خب بفهم این چه چیز جدیدی داره، این چه چیز جدیدی داره. حالا میایم از رو وبسایتشون نگاه میکنیم، بعد اولا من نمیدونم چرا این چیزا از پایین به بالاست. پایین نوشتن اهرم چهارگانه هویت ایرانی، حالا این وسط هدف و اینا من نمیدونم این هویت چی کار داره. همینی که میگم اینا باید بیان صحبت کنن، ولی باید یکی باشه ازشون سوال جواب کنه، همینجوری مثل آخون نرن رو منبر برای خودشون صحبت کنن. اگرم 10 دلار 20 دلار 50 دلار دادن به یه کسی که باشون مصاحبه کرده، اونم نیاد فوش بده با آقای ضیا صدرالاشرافی که این پدر سوخته نمیدونم وطن پروش. آقا شما حرفتو بزن، آقای ضیا صدرالاشرافی حرفشو میزنه، آقای ضیا صدرالاشرافی که نگفته میخواد جنبشی را بندازه، نگفته ارتشی درست کرده، نگفته ما ارتش ترک هستیم شما به ما بپیوند، شما بیا نیرو جمع کن برسی خودت به قول لورا. خب ایشون نشته اهرم چهارگانه، پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک، لوحه کوروش، مقایسه آن با مگناکارتا، ایران دوستی، زبان فارسی، قرآن. خیلی شلوغش کردی آقای چمنارا، خیلی با دوتا دست میخوای همینجا شما نگاه کن، سه تا فرمان زردوش انگار سه تا فنگدار،
اعلامیه کوروش، شاهنامه فردوسی، قرآن راستین. بابا مگه این آمریکا که شما توش زندگی نمی‌کنی 4 نفر نرفتن نشستن هیچ کدومش نیومد بگه آقا نمیدونم من آلمانیم، اون یکی بگه من فرانسویم، اون بگه نمیدونم بریم فلان چیو بیاریم، اون نشستن گفتن با این شرایط با این احوال الان ما دیگه نباید زیر سلطه سلطنت انگلستان باشیم و جمهوری خوبه، جمهوری رو بنا گذاشتن. شما اگه برای جمهوری آمریکا یه چیزی بکشی، یک نموداری بکشی، یه چارتی بکشی، چی توش داری؟ سنگ کوروش توش هست، سه تا فرمان زرتشت توشه، شاهنامه فردوسی توشه، آخه نیست عزیز من. بعد اومدی حالا بالا، حالا چجوری ایناش ردیف شده اومدی بالا؟ هیچ. بعد نوشتید برای اشاعه هدف قانون اساسی با جدایی دین از حکومت، ارکان چهارگانه هویت ایرانی که در 38 سال گذشته در ایران از بین رفته باید دوباره زنده شود. آقای چمنارا، قبل از 38 سال گذشته که الان شده 40 سال، این ارکان چهارگانه هویت ایرانی وجود داشت؟ جدایی دین از دولت یا از حکومت وجود داشت؟ خب اگه نداشت، شما اینو که مینویسی طرف میگه آقا میدونی این داره دروغ میگه، همونجا ولد میکنه میره. حالا من به عنوان یه نفر که امروز برنامه سربی رو دیدم و میدونیم و باور داریم که هیچ تبلیغی به اصطلاح بی نتیجه نیست، حتی تبلیغ منفی، میگم آقا این آقای چمنارا کیه؟ سربی هم بعدش میخواد برنامه رو نشون بده و توی برنامه هم سربی گذاشته قانون.org. ما بریم این قانون.org رو ببینیم، با دیدن این قانونی میشیم. من میبرم تون دوستان این صفحه رو نگاه کنید. اینو آقای چمنارا که خودش مهندس برق، احتمالاً یه پولی داده به یه نفر این صفحه رو درست کرده، اون هم کار قشنگی انجام دادن، دستشون درد نکنه. ولی این صفحه ها رو شما باید بروز کنی، باید بیاری با شرایط و گفته های روز هی عوض کنی، هرچی دلت میخواد جدیدتر داخلش بذاری. من اینو بهتون نشون میدم دوستان، ما به عنوان یک ویزیتور، یک بیننده، اینجا میگن کسی که curious یعنی جستجو میکنه، کاوش میکنه، میایم اینجا. اولا صفحه اول که اینجا من صفحه به اون صورت نمیبینم که نشون بدیم، مثلا این صفحه اول، خب اینجا نوشته هدف ما، احتمالا این صفحه اوله چون هم سمت چپ بالاست، در صورت که اگر فارسی نوشتین این باید سمت راست باشه، صفحه اول یا خانه یا هومپیج اگر فارسی نوشتید باید این ور باشه. خب هدف ما، این هدف ما دیدیم، بگیم عجب عالی ها، اصلا من بی خود اون وقت حالا رفت بودم دنبال مجاهدین، اصلا من بی خود رفت بودم دنبال رضا پهلوی، چه خوب شد که این آقای چمنارا ظهور کرد، اصلا این امام زمان. خب ببینم چی میگه. حالا میریم اینجا، کتاباشونو اینجا اعلام میکنن، لینک نشست های اندیشکده قانون اساسی رو اینجا اعلام میکنن، قوانین اساسی 6 نمونه و ایرانیان متحد. خب میان اینجا، این یعنی چی ایرانیان متحد؟ یه عکسی که این عکس مال وبه، یعنی این یه جنریک، و اینجا هم نوشتید ایرانیان، حالا تازه برای خودتونم دردسر درست کردید، دست بردی تو پرچم، حالا هر کی دلش میخواد هر چیزی به شما میگه. خب میایم اینجا، حالا ما میخوایم تماس بگیریم با وجودی که نمیدونیم این چیه و اینها، ولی مثلا از این رنگ کت شلوار این آقا خوشمون اومده، میخوایم به این جنبش بپیوندیم، تماس میگیریم، کلیک میکنیم روی تماس، ما رو میاره اینجا یه صفحه ای، والله من نمیدونم این گورخره این چیه، معلومه که یه عکس دیگه ای بوده، حالا اینجا چون بزرگ شده کوالیتیش به اصطلاح کم شده، اون بالا که چیزی نیست. اگه یه نفر مثل من فضول باشه، یه کمی وبسایت بلد باشه، اینو میچرخونه میاد پایین. اوکی؟ بعد میبینیم تازه تماس، اینم با وجودی که فارسیه باید این ور باشه، همه چی رفتن این ور چون جای انگلیسی نوشتن دیگه. خب بعد نوشته که هنوز جای معینی تعیین نشده و فقط از طریق فیسبوک میتوانیم تماس بگیریم. دوستان نگاه کنید،
آقا جای معین، همین وبسایتی که شما راه انداختی این جای معینه. بعد شماره تلفن آفیس هم هست 1-800-800-800، یه شمارش کمه، یعنی there is no way، یعنی امکان نداره. من این براتون بزرگتر نشون بدم. خب آقای چمنارای عزیز، شما یکی از چیزای کار برق، وقتی که هنرجو اون برق و کانتکتور و ستاره و مثلث و چپگرد راستگرد و اینها رو درست میکرد، صدای اون هنرآموز میزد که به معلم ها و استادای هنرستان میگفتن، هنرآموز، که آقا بیا من کارم تموم شده. اینکه فوری نمیرم کلید کاردی رو وصل کنه سه فاز 380 ولت بفرسته تو این جریان، نگاه میکرد میگو این آر، این اس، این تی، این از اینجا اومده اینجا، بعد اینجا میگو آقا این که الان آر و اس تی این ور برعکس میخورن به هم منفجر میشن، و چه کنتاکتور ها که سوخت، چه رله های زمانی که سوخت به خاطر این کارا. شما الان نگاه کنید، یکی از دوستان شما تا امروز به شما تماس نگرفته بگه آقا این شماره تلفن 1-800-800-800 چیه؟ اگه یه نفر میخواد با شما تماس بگیره بیچاره نمیتونه، هر چی زنگ میزنه به جای 7 رقم 6 رقم گذاشتین، این شماره هم الکیه، همینجوری 1-800-800-800. بعد حالا میایم میگیم خب آقا ما هر چی تلاش کردیم نتونستیم با ایمیل با ایشون تماس بگیریم، با تلفن میخوایم با ایمیل تماس بگیریم، چون کسی که این فرم ها رو میذاره این پایین، بذارید من بهتون نشون بدم دوستان، اونایی که تماس رو اینجوری درست میکنن آقای چمنارا و میگن که شما بیا توی این صفحه خود ما بنویس رو از اینجا بفرست، منظورشون اینه که یه فیلتر گذاشته باشن ویروس و کوفت و زهر مار از کامپیوترهای دیگه نیاد توی کامپیوتر اونا. ولی شما لطف کردی ایمیل هم گذاشتی، معمولا این ایمیل رو پایین میذارن که اگه کسی رفت اینجا اسم و فامیل نوشت و مشکل داشت و اینها، بعد میاد اینجا به جای نقشه چیکار میکنه؟ ایمیل میفرست. حالا شما ایمیل گذاشتی، اصلا این ایمیل من فکر نمی کنم مال شما باشه، نوشته چی؟ بذارید ببینیم، lorem@ipsum.com. این احتمالا اون کسیه که این سایت رو به شما فروخته یا کارش براتون انجام داده، بله اینم ایمیل فرستاده، هیچ، یعنی بی خود. خب تماس که با شما نمیشه گرفت، اومدی مردم رو آوردی تبلیغ وبسایتی میکنی که توی وبسایت نوشتی ما هنوز جایی نداریم. یعنی مثل این میمونه که من یه تابلوی گذاشته باشم اینجا، چلو کبابی سربی، بعد زیرش به جای اینکه بنویسم مثلا اول آپریل باز میکنیم، بزرگ بنویسم که ببخشید اصلا من هنوز مغازه هم اجاره نکردم، من فقط تابلوش رو ساختم. خب خنددار میشه. حالا ما هدف شما رو میدونیم، که هنوز هم نمیدونیم، ما هدف شما رو بگیم میدونیم، شما برای رسیدن به این هدف برنامه چیه؟ هدف، برنامه، وسیله، منپاور. اوکی، که منپاور یه قسمتی از وسیله. وسیلت چی هست؟ چه کسانی تا امروز به شما پیوستن؟ اونم از همونایی هستن که اسامی مستعار، که انقدر اسامی مستعار این ور اون ور گذاشتیم که ایرانی ها مسخرمون میکنن، میگن طرف اسم مسترا داره، اسم مستعار رو میگن اسم مسترا داره. آخه عزیز من، شما اگه میخوای یه نیروگاهی بسازی، حالا مثلا 100 نمیدونم مگاوات، میگی من میخوام اینجا یه نیروگاهی بسازم، میگن چیه؟ میگی گازیه. میگن چیه؟ میگی آبه. میگن چیه؟ میگی دیزله. بعد میگن خب چی میخوای؟ میگی یه جنراتور، یک موتور اینجوری میخوام که این جنراتور بچرخونه، اونورش دو تا تابلو میخوام که بتونه این کار کنه، یه استراری میذارم. هی مینویسی، هی خرج میکنی. کو این برنامه شما؟ هر کی هم ایراد گرفت، شما یه طعنه ای، یه متلکی بهش میزنی. تازه متاسفانه من دیدم هفته قبل شما یه درجه به این شاه و لایه‌ای بی منطق نزدیکتر شدید و گفتید ما هم از امروز فوش میدیم. آها، فوش بده. فوش بده. شاه و رضا شاه 57 سال فوش به مردم دادن، چوب تکونشون کردن، پپسی تکونشون کردن، کانادا تکونشون کردن، مردم خیلی آروم از مملکت انداختنشون بیرون.
بعدش خمینی احمق اومد با آخوندا، اینا هم همین کارا رو دارن میکنن. الان کم کم زمزمه گداوت هست. خب حالا شما میخوای راهی رو که 97 سال اینا رفتن شما تازه شروع کنی؟ گود لاک، موفق باشید. دوستان عزیز، بعد از برنامه خود من که شایدم امروز یکم زودتر تموم کنم برنامه رو، برنامه آقای چمنارا به مدت 1 ساعت، شایدم بیشتر، 1 ساعت و 2 دقیقه است، پخش میشه. با دقت نگاه کنید، من اومدم وبسایتشون رو گذاشتم، فیسبوکشون رو گذاشتم، شما میتونید به اصطلاح تماس بگیرید با فیسبوکشون. روی فیسبوک ایشون بسیار فعاله، قشنگ پاسخ میده به هر نوشته و اینها، و من همین الان تو برنامه خودم هم اجازه بدید فیسبوک ایشون رو نشون بدم. چرا ما باور نداریم هی حواله بدیم دست مردم؟ این حواله دادن مثل اینه که من پول شما رو بگیرم بگم چند داری، شما بگید 500 دلار، یه کاغذ بنویسم IOU 500 دلار. آخه این کاغذه اگه تازه من به نوشته خودم متعهد باشم، بین من و شما فقط ارزش داره، بین دیگران ارزش نداره. ما وقتی یه چیزی رو میگیم همون موقع به مردم نشون میدیم. بفرمایید این کامرای 3، این وبسایت، این فیسبوک آقای چمناراز. قبلا هم ما چی بهتون نشون دادیم؟ قبلا هم وبسایتشون، وبسایتشون خیلی ساده قانون.org. فیسبوکشون هم خیلی ساده همینجوری سهراب چمنارا. خوشحالم که ایشون هم همون کاری رو که من انجام دادم، وقتی دو تا کلمه هست تو فارسی ولی اینجا به هم میچسبونیم، یه جوری این آ رو بزرگ نوشتن که بفهمیم، سهراب چمنارا. بعد اینجا هم نوشتن chamanara.net. به نظر من شما این پایین ما اینا که جاداری قانون.org رو بذار، یا الان اگه روی قانون.org بیشتر فعالی اونجا. همینجا دعوت میکنم از آقای چمنارا، اگر تحمل سوالات مشکل رو دارن با پاسخهای کوتاه در رابطه با سوال، نه اینکه مثل نواری که یا مثل اون وقتا صرفه میگفتیم که سوزن خورده باشه تکرار مکررات. من جمعه با یه نفر مصاحبه میکنم و این رو همتون میشناسید، قبلا هم یکی دو بار مصاحبه کردیم. در مصاحبه‌های قبلی شماها شکایت کردید که این آقا میاد از میکروفون شما استفاده میکنه و فقط شعار میده، انگار که ما اومدیم تو تظاهرات و این داره شعار میده، ما نمیدونیم ایشون چیکار میکنه. من چند روز پیش براش نوشتم آقا من سالها بود که این ور و بر میشنفتم که آخوندا با یک زرنگی خاصی یه سری نفوذی فرستادن خارج، یه سری اونایی که به اصطلاح مبارز بودن اینا رو فرستادن خارج از شهرشون راحت بشن. و به نظر من حالا که میبینم شما رو، میبینم شمایی که تو ایران مبارز بودی آمدی اینجا، چی میگن حالا این کلمه منفعل و مفعول و اینا رو هم یک کلمه بدی میگن برای نمیدونم آخوند و نمیدونم طلبه و فلان، اینا ما نمیدونیم، ولی شما رو بیخاصیت کردن. یعنی دیگه همینجوری میای هر هفته بشین یه برنامه تلویزیونی، خب که چی آقا شما الان برنامه‌تون چیه؟ یه نفر بگه آقا من تا 6 ماه اگه این برنامه 60,000 نفر جمع نشه من میرم دنبال کار زندگیم. همینجوری میای تعریف میکنی هر اتفاقی میفته تفسیرش میکنین به روز و اینها. جمعه ساعت 3 بعد از ظهر با ایشون خواهیم بود، حتما این برنامه رو ببینید، به دوستانتون هم به اصطلاح بگید، پیشنهاد کنید. و اما آقای عالی جناب ترامپ امروز صبح برای تلویزیون مردم یه نامه نوشت، نوشت که سوربی از دوستان ایرانی، از اونهایی که طرفدار من هستن، از شاه‌اللهی‌های تندرو که منتظرن من برم ایران بزنم با خاک و خون یکسان کنم و اینها بیان دوباره همون حکومت عالی که درست کردن و بعد از 57 سال مردم رو از لحاظ دانش به جایی رسوندن که آخوند رو انتخاب کرد، اون رو بهشون بدم، ازشون خواهش کن قبل از اینکه من برم اونا رو نجات بدم، من الان توی گنداب و لجنزار این واشنگتن افتادم و خودم و خانوادم و اینها اسیر، اصلا نمیدونیم چه کار کنیم. باورتون میشه که الان دیگه شما اگه به یکی بگی آقا شنیده که اون خانمه که مثلا فیلم های سکسی بازی میکنه، یا اون خانمه که تو پلی بای، یا اون خانمه که نمیدونم این رفته فلان جاشو گرفته بردتش دادگاه،
شما میگی کدومش، یعنی اینقدر زیاد شده، ولی آخرینش که ستایی که دیروز به اصطلاح در جریان بود و اینها، یکی همون خانم استورمی دانیل هست که رفته اون دستگاه دروغ سنج و اینا رو هم که میبندن و اینها، از اونم به اصطلاح قبول شده که میگه بله این هم باهاش سکس داشته، هم unprotected sex. unprotected sex معمولا دیگه باید خیلی طرف ببخشید شهوتی باشه و اینها که فکر ایدز و فکر مرض و فکر کی قبلا اینجا بوده و اینها رو نکنه و به هر سوراخی رسید سرشو بکنه تو. این آقای ترامپ unprotected، یعنی کاپوت ماپوت هم استفاده نکرده، رفته با این خانم ها، این خانم هم این جوابا رو که داده دستگاهه گفته اینها رو درست میگه. و ضمن اینکه این جوابها تو دادگاه رسمیت نداره، ولی با همه اینها وقتی طرف اینا رو این ور اونور میبینه و میشنفه اینا، بعدم با این دروغایی که ترامپ میگه میفهمه که بابا این زنه با وجودی که تو فیلمای سکسی بازی میکنه، ولی این راشگوتر از اینه بمانه. و اما آقای ترامپ، خب پوتین انتخاب شد توی انتخابات مسخره‌ای که مثل مرسی توی چیز را میندازه توی مصر، یا صدام توی عراق را مینداخت، یا این بشار اسد احمق توی سوریه را میندازه، پوتین هم یه همچین نمایشی را انداخته و توی انتخابات میگه که 73% رای آورده. حالا چی؟ اونی که آقایی که شانس داشته مثل چیز خبرگانه، چیه مجلس خبرگان، اینم حذف کردن. یه خانمی که این خانم هم یه سابقه ای داره که یه کمی شفاف نیست و زیر سواله، اینو نگه داشتن برای خالی نبودن عریضه و انتخابات هم انجام دادن. خوشحال بعدم آمد برنده بودنش و برنده شدنش و برای 6 سال دیگه دوره انتخابات روسیه 6 ساله اعلام کرد. ترامپ که در پوست خود نمی گنجید، دیروز بهش گفتن که شما اگه میخوای تلفنم بزنی به این اربابه، شب از تو اتاق خواب تلفن بزن بهش تبریک بگو، ولی الان مردم که اینجوری از دست ترامپ تو دنیا ناراحت، ببخشید از دست پوتین تو دنیا ناراحتن که این آدم میکشه، حتی احترام نمیذاره به قانون یونایتد کینگدم انگلستان و مأموری رو که دیگه اونجا بهش، میدونید این مأمورای چیز دیگه میشن مهره سوخته، جاسوسایی که تبادل جاسوس میکنن، اینو میدن اونو میگیرن، اینا میشن مهرهای سوخته، یه حقوقی از اون کشور میگیرن برای خودشون زندگی میکنن. ولی برای که پوتین بترسونه دیگران رو، همین 2-3 هفته پیش طرف رو با دخترش و اینها سم داده، یه جایی شنیدم مردن، یه جایی هنوز میگه که نه هنوز به اصطلاح هستن، واسه اونها مهم نیست، مهم اینه که این پوتین کیه، مهم اینه که این احمق شارلاتانی که کسایی که موندن رو کاغذ نوشتن، و تو آمریکا وقتی شما با یه حروف بزرگ می‌نویسی هم یعنی تاکید هم وارنینگ، یه کمی مثل یعنی از شما یه نفر همش براتون با حروف بزرگ تکست بنویسه، این نشون میده که ناراحته یا میخواد یه چیزی رو به شما به صورت تأکیدی یه خبری رو منتقل کنه. بهش گفتن که دونات، یعنی این کارو نکن، در تلویزیون، در گفتگو، در برنامه ها نگو آقای پوتین تبریک بهت میگم. اردکه احمق اومده نشسته اونجا تو همین برنامه که این ورش هم چوب دو سر طلا، این ورش عربا مال عرب سعودی عربیا، اون ورش هم تبریک گفته به چیز. بعد اومد این ور، همه گفتن آقا این که گفتیم نگفته و اینا. حالا اون از خودش ناراحت نیست که حرف اینا رو گوش نداده، ناراحته که چرا این خبر درس کرده به بیرون، درس کرده یعنی لیک کرده مثل یه جایی که سوراخ آب ازش میاد و اینها، لیک کرده و دنبال اون کسی هست که لیک کرده. خب ولی اینم شما بکنی بیرون، باز یه عده دیگه اونجا هستن و تو انقدر کارای اشتباه میکنی که اینجوری. در صورت آقای ترامپ هم بهتون سال نو رو تبریک گفت، نفهمیدم به ایرانی ها سال نو تبریک گفت یا نه، و هم گفت سوربی تو رو خدا به اینا بگو فعلا بیان شما منو از توی این چاه نجات بدی، تا بلکه من بیام شما رو از اون چاه بزرگتر نجات بدم. پس آقای حمزه پور یا علی مدد، تناب تو بردا برو، احتمالا شما هم که بابات قناتدار و باغدار بوده، برو توی این چاه و ایشون رو بکش بالا. عالی جناب ترامپ در انتظار ایرانی ها.
کمک کمک. و اما بریم سراغ آگهی آقای اندی و این تور زیبایی که در دنیا گذاشته، با هم ببینیم و برگردیم. صدای اینو کم میکنم که بچه اون دوستمون بیدار نشه، یواش صداش رو زیاد میکنم. تور نوروزی 1397 برای اولین بار، تور جهانی بیقرار 2018، اجرای کامل آلبوم استثنائی بیقرار با نام پر افتخار موزیک پاپ ایران در صحنه های بین المللی. اندی دهم مارچ نیویورک، 16 مارچ سیاتل، 17 مارچ ونکوور، 20 مارچ لندن، 21 مارچ دوبی، 22 مارچ استانبول، 24 مارچ ایروان، 26 مارچ تبریز، 28 مارچ قبرس، 30 مارچ آنتالیا، 20 آوریل شیکاگو. برای اطلاعات بیشتر می توانید به صفحه فیسبوک اندی مدادیان یا صفحه اینستاگرام اندی موزیک وان مراجعه کنید. بسیار عالی. حالا بریم سراغ والنتاین، این دوستمون آقای بیژن جعفری و همکارانشون، که اگه ماشین بخواید بخرید، ماشینی داشته باشید بخواید بفروشین، ولی متاسفانه اون موزیکی که روی این گذاشتن وقتی ما پخش میکنیم یوتیوب یقمونو میگیره و به ایشون گفتم که بعد از این ایام نوروز لطف کنید یه موزیک دیگه بذارید که ما بتونیم این رو پخش کنیم. ایشون هم گفت که حتما، و حتما این کارو میکنیم. حالا ما میذاریم این باشه و شما هم ببینین و ما حرفمونو بزنیم و به قول معروف با یک تیر دو نشان میزنیم. از این وقت استفاده میکنیم، هم من صحبت میکنم هم آگهی ایشون نشون داده میشه و هم شما هم یه چند دقیقه از دیدن قیافه عبوس بنده راحت میشین. اینم از این. خب خرید، فروش، محافظه اتومبیل، والنتاین در خدمت شماست. تماس از شما، خدمت از این دوستان. شماره تلفنشون هست 301 735 75 53. اینم از این. امیدوارم حالا بعد از نوروز یه روزی هم با ایشون یه مصاحبه داشته باشیم، حالا چه به صورت اینفومرشال چه به صورت همین آگاهی بدن ماشین یوزد که آدم میخواد بخره چجوری بخره که مطمئن باشه این ماشینه به اصطلاح با وجودی که کهنه هست، دست دوم هست، ولی ضمانت داره، وارانتی داره و با خیال راحت بشینه تو اون ماشین رو این ور اون ور بره. این هم از این. و از این میایم میریم سراغ آقای مهدی تبریزی، کسی که سالهاست این برنامه 26م رو به اصطلاح راه انداخته و دوستان میان. همین یک شنبه‌ای که داره میاد، امروز 21مه، یک شنبه میشه 25م، شماها میتونید بیاین. آدرس هم این پایین هست. گفتم تون متاسفانه یک کمی این آدرس رو کوچولو نوشتن وقتی این همه جا بوده، ولی تماس بگیرید، شماره تلفن و اینهاشون هست و میتونید. آدرس هم من براتون میخونم، همین خوندن منو شما یادداشت کنید. اولا شماره تلفن از همش بهتره، 202-680-0456. بعد آدرسش هم هست 45-44-9-7-Way، نه 7 آنا 7 S-E-V-E-R-N، وی هم که همون مثل جاده راه، W-A-Y Sterling Virginia 20-166 ببخشید 20-166. اطلاعات دیگه هم لازم داشتید با من تماس بگیرید. و از دوشنبه هم ما آگهی این سفر کاروان رقص و طرب نوروزی رو که 15 آپریل، اینها الان چند سال در به اصطلاح در نیویورک اجرا میکنن و خیلی هم بزرگ و بزرگتر شده، چیز قشنگیه. اگه تا حالا نرفتید به نظر من حتما برید و
خیلی جالبه، ارزون اون پولی رو که شما باید بدید تول رود و نمیدونم هدک و دردسر و اینها، اینا با یه قیمت خیلی کمی شما رو میبرن، شما رو میارن، در تمام طی رفتن رقص و شادی و آواز و جوگ، برگشتن هم بعضی ها فکر کنم چرت میزنن دیگه از بس خسته شدن، ولی اونایی که بیدارن باز گفتگو و خنده و شادی. من نمیدونم هنوز که این سفر نیویورک رو میرم یا نه، چون یکی دو تا برنامه داریم به قول آمریکایی‌ها ویدیو اساینمنت، و اگه کسی رو پیدا کنیم که یعنی انجام بده برامون، ما هم آزاد میشیم میریم، اگه نه که ما سر کاریم، شما خوش بگذرونید. و اینم آگهی 26م که ساندی 25م شروع میشه. و اما شما میدونید که آقای امیر حسین لادن و دوستانشون یک اندیشکده رو به نام اندیشکده.net را انداختن و ما با ایشون هم مصاحبه کردیم. خیلی از شما گفتید که اگر امکان داشته باشه به اصطلاح بیشون رو هفتگی داشته باشیم. ما پیشنهاد کردیم، آقای لادن گفتن که فعلا که ایام نوروز و اینها به اصطلاح هم دوستان به دید و بازدید برسن، هم ایشون به دید و بازدید و دیدار دوستان و فامیل و اقوام، و امیدوارم که از آپریل به اصطلاح از نو روز دیگه، حالا ایشون به صورت هفته نیم ساعت ماهی برنامه با شما خواهند بود. و این اندیشکده دات نت آدرسشون بود. اینم فیسبوکشون، من اینجا به شما نشون بدم، اینم فیسبوکشون پلیر دو. بله نه این مال ما اصلا بخشید مردم تیوی، اینه اندیشکده، نه این اشتباه کردم من، ببخشید است. این به اصطلاح وقتی که براشون آگهی رو گذاشتم بهشون فرستادم که ببینید این کجا هست، تو چه صفحه‌ای هست، که اونها هم با این صفحه آشنا بشن. ولی همینی که میگم، بذارید الان بهتون نشون بدم. گفتیم ما آلمان که بودیم یه چیزی یاد گرفتیم، اونجا میگفتن که اندیشکده، میگفتن که کار امروز را به فردا مفکن. البته اونا یه جوری دیگه میگفتن، میگفتن که آدم های تنبل همیشه میگن فردا فردا، امروز رو ولش کن. و ما تصمیم گرفتیم که جزو آدم های تنبل نباشیم. بذارید من این وبسایت فیسبوک این دوستان رو هم به شما نشون بدم، اتفاقا اندیشکده.net هم اونجا بود، میتونید برید نگاه کنید، ولی من اینو بهتون نشون بدم، با همین آدرس انقدی کافیه که شما اینو بزرگتر ببینید و بتونید با تایپ کردن اسم اینها در فیسبوک این رو پیدا کنید. چه فارسی بنویسید، من امتحان کردم، چه فارسی بنویسید چه انگلیسی پیدا میشه. اندیشکده آگاهی و شناخت، اندیشکده. و به امید اینکه اگر شما سوالی دارید، نظری دارید، با ما در میون بذارید یا با خود اینها مستقیما در میون بذارید، اینها هم جوابگو باشن. پس اینم آگهی اندیشکده. و فیلماشون هم همینجوری پخش میکنیم تا آخر مارچ. فعلا دو تا فیلمشون رو داریم پخش میکنیم، یکی انقلاب 57، یکی هم اون ایران لیبرتی. و ایشون کسی بود که درباره اون دانشگاه قلابی لیبرتی به درستی توضیح داد، گفت اصلا همچین چیزی نیست و این یه چیز مسخره ای که این آخونده درست کردن. و آخونده انقدر مسخره هستن که یکی میگه خب آقا خامنه‌ای، شما اگه میگی خدا، حتی این به پاپ ایراد گرفتن، شما اگه میگی جون دست خدا، خب چرا تو این پاپ موبیل ضد گلوله میاد؟ که حالا یه مدتی اون قسمت بالاشو برمیدارن که به اصطلاح میگه خب هر کس میخواد بکشتش بکشتش، بابا خدا به اون گفته بکشت. ولی میبینید که آخونده اینا تو ماشینای ضد گلوله آنچنانی رفت آمد میکنن، یعنی گفتنشون حرفشون با عملشون فرق میکنه. و اما یه دوستی برای من یه ویدیوی فرستاد، من بهش گفتم آقا من نمیدونم چرا ویدیوها رو از اینوری میگیرم، همون چیزی که هر روز بهتون میگم اینا، دوستان تو رو خدا، تو رو به جدتون عکس ویدیو از اینوری بگیرید، مگر اینکه از برج ایفل میخواین عکس بگیرین، از برج پیزا میخواین عکس بگیرین تو ایتالیا، از مانیومنت میخواین عکس بگیرین تو واشنگتن، اون وقت اینجوری عکس بگیرین، و الا از اینوری عکس بگیرین. با این دوربینا زوم هم نکنید، چون زوم که میکنید تیره میشه، یه کمی هم میلرزه، چون دیجیتال حسنش اینه که بعدن شما میتونی روی عکس هم زوم کنی، کیفیتش هم خیلی بالاست. و همینجوری که چشممون هست، اینم دو تا چشم نگاه کنید،
ولی من اگه اینو بگیرم دو تا چشمو کاور نمیکنه که، یا یهوییه یا روی این یکیه، درسته؟ ما که اینجوری نیستیم که، مگر اینکه خوابیده باشیم. این شیره‌ای ها بود تو فیلمای فارسی نشون میدادن میخوابیدن پای منقل و وافور و شیره و اینها، مگر اینکه شما هم شیره‌ای باشی اینجوری داداش دارم فیلم میگیرم مجاهم هم نشون، اون موقع چشتون از این ولی. ولی تا زمانی که زنده هستید و ایستاده هستید چشماتون از این ولیه. من امیدوارم اینا یک کاری کنن که شما اگه میخوای فیلم بگیری بگه مگر اینکه این دکمه رو بزنی تا من از این وری بگیرم. حالا بهتون نشون میدم. وقتی که ما برای این آقا فرستادیم گفتم والله من نمیدونم اینا یه جایی به این قشنگی، رقص به این قشنگی، موزیک به این قشنگی، منظره به این قشنگی رفتن، چرا این ور شما باید سیاه ببینیم، این ور شما باید سیاه ببینیم و فقط وسطش رو به اصطلاح داشته باشیم. این دوستمون گفت که یادت میاد یه دوستی برای ما شعر خیر الامور اوسطها رو خون؟ میدونید ماجراشو که یه نفر به معشوقش میگه که انقدر زیبا هستی من نمیدونم بالا رو ببوسم پایین رو ببوسم، اون بهش میگه خیر الامور اوسطها. ما هم خندمون گره، بله اون من برات فرستادم، خیلی ممنون. حالا ببینیم که این دوستمون دو سه تا ویدیو فرستاده، همشون هم از این وریه، بعد آخرش یه ویدیوی فرستاده که از این وریه. حالا من این ویدیویی که از این وریه و درسته و به قول معروف مثل آدم ویدیو گرفتن، حالا اگه اون دوستمون باز ناراحت نمیشه که چرا گفتید مثل آدم، آقا آدمیزاد اینجوریه دیگه، شما تافته جدا بافته هستین، انسان فضایی هستین، چشاتون اینجوریه، از اون بری بگید. نگاه کنید این موزیک رو، موزیکم صداش کم میکنم که یقمونو نگیره. کی؟ یوتیوب. یک لحظه، چون بعضی از دوستان اینا رو که میبینن میگه آقا این مال یوتیوب نیست، میگم برای شما که فرستادن مال یوتیوب نیست، ولی این اصلش از روی یوتیوب برداشته شده. نگاه کنید دوستان این فیلم، ببینید پخشم که میکنی قشنگ اینجوری افقیه، انگار که بفهم. حالا اینو داشته باشی، خیلی هم قشنگ و موزیک قشنگ و اینها، اینو بعدا میذارم روی فیسبوک و روی اینها، برید ببینید. و بیایم حالا فیلمایی که از این وری گرفتن، این یکیش نگاه کنید، لباسهایی به این قشنگی، رقصهایی به این قشنگی. این آقا یا خانمی که تنبل بوده، البته این بنده خدا فوری گفته آقا من این فیلم نگرفتم، چون ایشون خودش تو کارهای رادیو تلویزیون بوده، وارد فیلم برداری اینا. نگاه کنید دوستان، ما حرفمون اینه چرا اینقدر سیاه، چرا اینقدر سیاه، وقتی شما میتونید از همه این استفاده کنید. بفرمایید. خب بسه تا همینجا، امیدواریم همیشه شادی و خنده و اینها باشه. این در جنوب استان فارس بوده. شما وقتی استان فارس که خودش جنوب ایران هست، وقتی میرید جنوب استان فارس نزدیک میشید به بوشهر، بندر عباس، اون خار نه بندر لنگه و اینها، دیگه یادمون رفته. اونا این نیمبونه و این آهنگای اینجوری و که یک کمی تم عربی هم داره، چون بارها گفتیم والا بلا اگه با هواپیما برید اون بالا نگاه کنید هیچ خطی نمیبینید، نه خدا نه طبیعت خطی نکشیده، این بشر نادان دوپا خودخواه بوده که اومده این خطا رو درست کرده. و اونایشون که احمق‌ترن مثل شارلاتان ترامپ، این میگه حالا من میخوام این خطرم حتی کلوفترش کنم که از بالا پیدا باشه، میخوام دیوار بسازم. و اینا آدم های درست حسابی میان فکر این میکنن، دیدیم مرزا رو برداشتن بین اروپا، گفتن خب آقا همه ما اروپا هستیم، حالا دیگه چیه، یه زمانی باباهامون جدمون نادان بودن دعوا کردن، این گفته اینجا یوگسلاویه، اون گفته اونجا چکسلواکیه، این گفته این چکه، اون گفته سواکیه، فلان، همه رو یکی کردن. که باز حالا چون داریم نادان میشیم داریم اینا رو فشار میدیم که نه جدا کن. خب این جنوب استان فارس بوده. یه ویدیو دیگه فرستادن، اینم مال توی کشورهای خلیج فارس بوده، بذارید من اینم براتون نشون بدم. صحبت از خلیج فارس میکنیم، امروز اون دوستمون که از خلیج فارس
برای من و شما زحمت میکشه ویدیوها رو آدیو درست به اصطلاح آدیو برنامه درست کنه، برنامه 44مین خودش رو به اصطلاح درست کرده فرستاده، خیلی کیفیت خوب و درباره گرد و کره بودن کره زمین صحبت کرده. اصلا وقتی ما میگیم اگه بگیم کره زمین مسطح صافه یا فلت به قول اینها، اون وقت اون اصلا دیگه کلمه کره زمین نمیتونیم بگیم. در هر صورت باورتون میشه که تو قرن 21 تو همین آمریکا یه عده‌ای هستن که جمع میشن میگن نه آقا همه این چیزا دروغ، اینی ها که از تو هواپیما که میخوای عکس بگیری میبینی کره زمین اینجوریه، اینی که رفته کره ما از اونجا نگاه میکنه کره زمین گرده، اینا دروغه. میگه این کره زمین صافه و ما اگر راه بریم میفتیم پایین، همونجور که حضرت صادق گفته که این آخر شب خورشید میره میفته تو لجن دوباره صبح بلند میشه و اینا، همون مزخرفات و اینا دارن سال 2018 به خورد من و شما میده. و اما یه بار دیگه ببرم تو خدمت این دوستی که از این بری فیلم گرفته، ببینید با هم و شما هم زجر بکشید. اینم همین از این جشن ها هر جا بگید هست، ولی متوجه شدید وقتی اینجوری میگیرید شما مجبوری اگه میخوای اینجا رو نشون بده اینجوریش کن، اونجا رو میخوای نشون بده اینجوری کن، در صورت که اگه اینجوری بگیری هم اینو نشون میده هم اونو نشون میده هم اونو نشون میده. و با دو تا دست هم بگیرین هم دستتون خسته نمیشه، هم تکون کمتر میخوره. یا اگه میخواین یه دستی بگیرین وقتی که دوربینش اینوره شما میتونید قشنگ اینجوری بگیرید، نگاه کنید این انگشت رو بذارید زیر این بگیرید، این چقدر ساده صاف خوب. حالا اگه دست شما مثل دست ترامپ کوچولوه کار نکردین، خب دیگه یه دست دیگه قرض بگیرید، چی بگیم بهتون. خب و اما 100 تا ترانه شاد ایرانی برای نوروز 1397 تقدیم به شما روی فیسبوک گذاشتم، 8 ساعت موزیک. و اون کسی که اینو درست کرده من نمیشناسمش، ولی واقعا زحمت کشیده این همه آهنگای خوب رو گذاشته که شما شاد باشید. متاسفانه دیروز در مریلند دوباره یک اسکول شوتینگ یعنی تیراندازی در مدرسه انجام شد، 2 نفر زخمی شدن، با وجودی که متاسفانه است این قسمتش خوشبختانه است که نمردن. باز خوشبختانه پلیسی که اونجا بوده مثل اون پلیس بی صفت بی معرفت بی مرام نبوده که بچه ها دارن اون توی مدرسه تو فلوریدا کشته میشن، این بلندشه بره حتی دورتر که صدای اون تیراندازی رو کمتر بفهمه. این که نسبتاً هم جوان بوده بلند میشه میره. و دوستان ببینید احساس بدی نکنید، فقط ما ایرانی ها نیستیم که فیلم برداری اینجوری میکنیم. حالا نگاه کنید این فیلم برداری، این دوربین معمولی از این بر، اون قبلش نگاه کنید، بذارید بهتون نشون بدم، این دوربین نگاه کنید، اینجا خالی اینجا خالی ببر. در هر صورت میگه Maryland school officers stops armed student who shot two others، میگه افسر پلیسی که توی مدرسه مریلند بود اون کسی رو، یه پسر 17 ساله‌ای بوده، اون رو به اصطلاح نگه داشت، مثل اینکه فکر کنم شوتش کردن، حالا یا اونم زخمی شده یا مرده. دیگه اینقدر از این خبرهای بد میاد که ماها هم نام شدیم، نام یعنی بی‌حس شدیم. دیدید وقتی میخوان یه سوزنی بزنن یه دوایی میزنن رو پوستتون که پوستتون بی‌حس بشه که اون سوزنو که میزنن نفهمید. ما هم همه بی‌حس شدیم، اینجا 17 نفر کشته شده، اونجا 100 نفر کشته شده، 3000 نفر تو آب افتادن، اون اونجا افتاده. چه باید کرد؟ نمیدونم، شاید باید خبر کمتر شنید. اتفاقا امروز دوستمون آقای گلچین داشت صحبت میکرد، یعنی با هم چت میکردیم و چت و اینها، بعد راجع به این شد که یک خواننده‌ای، من اتفاقا صحبت های این خواننده که از جنوبم هست و اینها قبلا دیده بودم که توی رادیو بی بی سی، توی تلویزیون بی بی سی و اینا، همه رادیو بودن، صدای آمریکا و اینا، باش مصاحبه کردن. و خیلی جالبه اینا وقتی از ایران میان بیرون برای اینکه بتونن از این
بازار آشفته نون رو بتونن به نرخ روز بخورن، ملت هم عصبی هستن میان شعرهایی میخونن مثل آقای شاهکار بینش پژو، بعد مردم هم میرن پول میدن به اینا، بعد که میای بیرون ازش میپرسی خب حالا شما امروز رفتی اینجا این فوش داد و اینجوری خوند و گفت همه دزدن، بعدش هم گفت فردا بیاییم کجا چه کار کنیم؟ میگه نه آقا دیگه همین که گفت کافی بود. یعنی این حقیقتا سوپاپ آخوندا هستن اینا. اینا مثل این میمونه که شما از دست یه نفر ناراحت باشین، من بیام بهت بگم بابا راست میگی این پدر سوخته اینجوریه اینجوریه، من وقتی بگم شما هی چی میشین؟ هی کام داون، هی کام، یعنی خون سرد میشید، میاید پایین، عصبانیتتون کم میشه. من چی کار کردم؟ شدم سوپاپ اونا. و الا خب حالا هر هفته ایشون هی بیاد براتون پخش میکنم، بذارید برم توی صفحه آقای، نه بذارید ساعت 3 هست آسیاب به نوبت، 3 بعد از ظهر ما معمولا شما رو میبریم خلیج فارس و این دوستمون به اصطلاح صحبت میکنه، و چون امروز عکسی در رابطه با برنامه نفرستادن ما همین پیام شما رو اینجا لوپ میکنیم. لوپ یعنی چرخیدن، دور زدن، و حقیقتا این لوپ مثل خود ما انسان ها که دور خودمون میچرخیم، صبح میریم ظهر یه کاری میکنیم، شب همون کارو میکنیم، دوباره شب میخوامیم، فردا صبح همون کارو میکنیم، همین میشه دور خودمون چرخیدن. و اما برنامه شماره 44 در رابطه با کره‌ای بودن یا مسطح بودن کره زمین بشنوید با هم. ممنونم از این دوستمون، صدای این رو هم کم کنم. سلام بر علاقمندان اندیشیدن و شناخت معیارها که به ارث رسیده و در مغزها انباشته شده و عقل بشر را از حقیقت یابی و پژوهش دور کرده. در گفتارهای پیش اضافه نمودن آیه اسراء توسط خلیفه اموی عبدالملک پسر مروان را شرح و تقدیمتان کردم. افسانه معراج را هم با عکس نمایش و شرح دادم. حال اجازه دهید بپرسم چرا این افسانه در زمان زندگی حضرت محمد روایت نشده؟ چرا این روایت از زبان نزدیکان درجه اول به پیامبر نقل نشده؟ در زمان خلیفه مأمون فرزند هارون الرشید خلیفه عباسی، همان خلیفه‌ای که حضرت امام رضا را مسموم کرد، دارالحکمه تأسیس شد و زباندانان تشویق شدند و کتاب‌های زبان‌های یونانی، سریانی و فارسی را ترجمه کردند. آورده‌اند کتاب‌های جمع شده در دنیای آن زمان به 1,000,000 کتاب می‌رسید. مبالغه همراه همه روایات است. برای هر زبانی مترجمینی بودند و بحث اندیشه‌های گوناگون در مرکز این جنبش در دارالحکمه یعنی حکمتگاه آزاد بود. نتیجه این شد که مسلمانان جهشی سوی دانش برداشته و دانشمندانی در همه علوم زمان پیدا شده و آثاری از خود باقی گذاشتن که بعدها مورد استفاده جهان قرار گرفت و نامشان جاویدان گشت. از جمله ترجمه های آن زمان افسانه های دین ها بود. از داستان معراج یا پرواز پیامبران پیشین به سوی آسمان مطلع شدند. دانشجویانی چون طبری در قرن سوم هجری که متولد آمل پایتخت طبرستان بود و قرطبی بعد از او که در قرن هفتم هجری در اندلس اسپانیای کنونی آیت الله زمان و بهترین مفسرین قرآن شناخته شده اند، به جای پیشروی سوی دانش یا علم مفید با تکرار این افسانه ها بر خود و مریدان ساده لوح آنها را باور کرده، حقیقی دانسته و شاخ و برگ های بسیار بران افزودند و به پیامبر اسلام نسبت دادند. از نقطه نظرشان پیامبر اسلام میباید مانند دیگران باشد و چیزی از بقیه هم ردیفان کم نداشته باشد. عقلشان به اندازه خارج از قدرتشان عمل میکرد که نمیتوانستند بفهمند با این فریبکاری ها به پیامبر زیان رسانده، اسلام را خرافاتی کرده و دور از حقیقت یابی به بیراهی میبرند. جریانی که تا حال ادامه دارد. با خارج بودن عقل از توان خیش، دروغگویی و نافهمی و زیان آوری رفتار و کردار خود را نمیتوانستند تشخیص دهند. نمونه روایت اسراء و معراج را تقدیمتان کردم. این روایت در نزد اهل سنت به همین شکل باقی مانده است. اما
علمای شیعه و به ویژه ایرانیان با شاخ و برگ دادن به آن و تکرارش و اضافه ها آن را به شکلهای مختلف گفته، نوشته و به مغز مریدان فرو کرده اند. گویی که گزاف گویی، مبالغه و تعارف از صفتهای پایدار و ناگسستنی ما می باشد و از آن گریزی نیست. روایت اسلامی درباره اسراء و معراج بیش از 40 اختلاف و شرح‌های گوناگون دارد. خود می توانید با تایپ کلمه اسراء و معراج داستانهایش را در اینترنت بیابید، بخوانید و سپس نظر داده و مطالبی نوین یابید. در نوشته های ایرانیان و همچنین معاصرین می خوانید که حضرت محمد بیش از یک بار به سوی آسمان هفتم معراج کرده و با خداوند ملاقات داشتند. در یکی از این ملاقات ها با مبارک شدن تماس با خدا فوراً به زمین بازگشته و با خدیجه همسر نخست همبستری کرده و فاطمه زهرا را پس از 9 ماه پدر شدند. این ادعاها را باید مریدان قبول کنند، باورشان شود که پیامبر اسلام بلیت رفت و آمد باز و صلاحیت دار و همیشگی برای پرواز به آسمان در اختیار داشتند و براق خانم به شکل مخفی در طویله همیشه آماده و منتظر حضرت بود. این روایت کنندگان چنان دقیق و مطلع بودند که تاریخ دقیق و وقت آمیزش رختخوابی پیامبر را هم می دانستند. درک نکرده و نمی کنند با این مبالغه ها تا چه اندازه بدین و پیامبر و دیگر شخصیت هایش آسیب می رسانند. مسلمانان را می فریبند و موجبات عقب افتادگی مغز و اوضاعشان را فراهم می سازند. وقتی مسائل مختلف دین، هر دینی که باشد، به دقت همه جوانبش را پژوهش و در یک جا جمع کنیم، در میابیم تفاوت‌ها و اختلاف‌ها و گزافه‌گویی‌ها به اندازه ایست که یک محقق را در موقعیت سختی قرار می‌دهد. اگر این مزخرف‌ها را باور کند، نفهمی و دوری خود از دانش پژوهی را قبول کرده است. اگر آنها را رد نماید، از طرف اجتماع و اکثر مریدان به خلاف کاری های بسیار و مرتکب گناه متهم می شود. مثلا برای ثابت کردن معجزه اسراء و معراج بدون در نظر گرفتن آغاز نمازگزاری و واجب بودنش پس از این پرواز، آن را به قبل از تاریخ نبوت نسبت می دهند تا مسئله حاملگی حضرت خدیجه را به فاطمه پس از بازگشت فوری از پرواز آسمان صحیح قلمداد کنند. دیگران برای همین هدف آن را در سال سمو نبوت دانستند. برای منطقی نمودن گزافه‌گویی ها با تاریخ بازی کرده و می فراموشند که هنگام جمع این مسائل در یک جا دروغ‌گویی هایشان و درست نبودن روایت ها برملا می شود. تاریخ تولد حضرت فاطمه مختلف است و همینطور عمر ایشان. طول زندگیشان را از 18 تا 28 سال ثبت کردند. اگر مسئله عمر که یک عدد ثابت و غیر قابل تغییر است 10 سال تفاوت و روایت های گوناگون دارد، چگونه می توان ادعای دور از حساب و خیال بافی را قطعی و غیر قابل شک و غیر قابل رد دانست؟ حیرت و شگفتی مغز از یک طرف و فشارهای باورهای اجتماعی از طرف دیگر دانش پژوه را از اندیشیدن باز داشته و به سردرگمی میراند. در نتیجه فرار را برقرار ترجیح داده و خود را از دانستن بیشتر میرهاند. اکنون به افسانه پروازهای دیگر پیامبران و شخصیتها که از تاریخ به ما رسیده و توسط پژوهشگران جمع شده لیستوار توجه فرمایید. زردشت، پرواز به آسمان و ملاقات با اهورامزدا و دریافت دستورها. آردیوراف، مخالف زردشت، مشروب خورد و بعد خودش هم پرواز کرد. آدابا، پادشاه بابلی با پرواز به هفت آسمان با خدا که نامش آنو بود ملاقات کرد. ایتانا، پادشاه کیش با سوار شدن به عقاب به آسمان پرواز کرد و در آنجا حامله شد. زوستریانوس، رهبر گانوسی ها به آسمان پرواز کرد. کلمیان پرواز کنندگان بسیاری داشتند که عبارتند از اخنوخ یا ادریس، ابراهیم، یعقوب، اشعیا یا یوشع، اسحاق،
ایلیا، حزقیال و ربای اسماعیل. مسیحیان هم این پرواز کنندگان را داشتند: مسیح و بعدش فیلیپوس، شاگردش و پولس پس از او. دنادخت از دین مندائی ها که به پرواز اخنوخ و یا ادریس نیز عقیده دارند. مانی پرواز کرد و شاهزاده مهرشاه که با او اختلاف داشت به تنهایی مانند مانی پروازیدن را ادعا نمود. آرجنه پیامبر هندوسی ها. پرواز پیامبر اسلام از جهت شرح و تفصیل به معراج پیامبر یعقوب بیشتر شباهت دارد. چرا این همه اختلاف و این گزافه‌گویی در همه دین‌ها یافت می‌شوند؟ علتش معیارهای اجتماعی است که بر این کره شروع یافته و انسان را از دانستن حقیقت دور کرده و بیشتر مایل به تألیف این افسانه‌های پوک است تا ادعاهای بی‌اساسش را درست و صحیح جلوه دهد. نمی‌تواند حقیقت را همانطور که هست قبول کرده و با آن روبرو شود. از دانستن حقیقت گریزان است. همه دین ها در گرد همایی ها از گذشته و خوب و بزرگ و مهم بودنش و تماس مستقیمش با خدا سخن می گویم. این را به دو علت انجام می دهم. در درجه اول ناتوانی از پیشرفت و قبول نوین. در درجه دوم حفظ و نگهداری مقام خیش که با عدم تغییر و آمدن نوین و تغییر مغزها ثابت و خارج از دگرگونی تصور می کنم. اجازه دهید یک مسئله امروزی را در رابطه با این افسانه اسراء و معراج برایتان بتعریفم. آنگاه از خود بپرسید آیا پس از هزاران سال و پیشرفت تکنولوژی انسان آیا می شود قبول کرد عقل انسان می تواند خارج از مسائل تزریق شده در آن عمل کند؟ هنگام پرواز پیامبران، دیگران و حضرت محمد به آسمان آیا ایشان و یکی از آنان به اطراف و یا زمین نگریسته اند؟ در همه افسانه های این شخصیت ها و 40 روایت مختلف از پیامبر اسلام به نگاه حضرت به اطراف یا پایین اشاره ای نشده. اگر ایشان با تفاوت از پیشیان نگاه کرده و نظر می انداختند حتما می دیدند زمین کره شکل است. ستاره ها هر کدام کره ای می باشند که با درخشش نور خورشید در شب می تابند. پس از این دید و نگاه ایشان این کشف را برای مسلمانان ارمغان آورده و در قرآن ثبت می کردند. اما ایشان با درخت کناری روبرو می شند که میوه اش را قبلا خورده بودند. چیز جدیدی کشف نکرده و ندیدند. در قرآن که آن را وحی خدا می دانند در ده ها آیه زمین به شکل مسطح وصف شده. قرآن به نقل از خداوند تکرار می کند که زمین را مسطح بر روی آب ساختیم و برای متوقف ساختن از تلاطم و بالا و پایین رفتن با موجهای دریا کوه ها را چون ثابت کننده از آسمان فرود آورده و بر زمین کوبیدیم تا زمین از حرکت باز ماند. علمای مسلمان شیعه که اغلب عربی زبان اصلیشان نیست و پیروانشان عربی نمی دانند ده ها متن از قرآن را تفسیر می کنند که در آن کره بودن زمین و دیگر ستاره ها تأکید و ثبت شده. امروز در دهه دوم قرن 21 در عربستان سعودی عرب زبان مرکز تولد اسلام و نگهبان شهرهای مقدسش، آموزگاران و دبیران از هیئت عالی علمای دین سؤال کردند. در کتاب‌های درسی ما به شاگردان یاد می‌دهیم که زمین کره شکل است، در صورتی که بر اساس نوشته‌های قرآن و فتواهای علمای این هیئت زمین مسطح است. ما با این گناهکاری و کفرگویی چه کنیم؟ پاسخ‌ها به این سؤال تکراری در صفحه اینترنت این هیئت پخش شده است و آنان که عربی می‌دانند می‌توانند متنش را خود بیابند. جواب این بزرگ علمای دین عرب و مسلمان این است: شما موضوع کره بودن زمین را همینطور که در کتاب ها آمده به دانش آموزان آموزش دهید. آنان را به ادعاهای چرند و بی اساس کافران غربی ها و غرب زده ها آشنا کنید.
تا دانش آموزانتان با مراجعه به علوم قرآن و دین راستین و علمی اسلام تشویق شوند و دریابند که طرح کره بودن زمین دروغ محض و توان رد و خونسا کردنش را داشته باشند. در مساجد و مسجدهای وعظ این موضوع بارها طرح شده، به طوری که ساده لوحان با شنیدن تکراری سخنان ملاها نمیتوانند کره بودن زمین را قبول کنند و آن را مخالف قرآن و اسلام و شرع و کفر میدانند. یکی از منطقهای اظهار شده و تکراری توسط ملاها بر منبرها این است، میگویند کره زمین از غرب به سوی شرق دور خود میچرخد. خب اگر این طور است، وقتی ما از مکه به سوی آمریکا پرواز میکنیم، هواپیما اگر آهسته پرواز کند با آن سرعت سرسام آور ادعا شده کره زمین میباید آمریکا زود به ما برسد. اما چنین وضعی اتفاق نمیافتد. هواپیما باید ساعتها به سوی غرب پرواز کند تا به آمریکا برسد. وقتی به سوی شرق پرواز میکنیم، همانطور که ادعا میشود اگر زمین کره است و با سرعتی بیش از سرعت هواپیما میچرخد، ما از جای خود باید به عقب رفته و با ناتوانی از رقابت با چرخش زمین هرگز به مقصد نرسیم. با شرح این واقعیت و حساب فیزیک سرعت در حال پرواز و خارج از زمین، چگونه میتوان کره بودن و چرخشش را درست و واقعیت دانست و قبول کرد؟ خب اینم یه نمونه از سوال چه و تراوش شده از مغز ملاها. چرا؟ چگونه و به چه علتی یک مسئله فیزیکی در دنیای اسلام امروز در تفسیرهای یک قرآن به دو شکل مخالف توسط مدعیان علمی بودنش تشخیص و تفسیر می شود؟ چگونه علمای عربستان با دلیل از قرآن و دستک منطق فیزیک مسطح بودنش را می‌یابند، در برابرش علمای شیعه به ویژه ایرانی برعکسش را در همین قرآن یافته و مریدان را قانع و کره بودن زمین را معجزه قرآن می‌دانند؟ بیچاره گالیلو که این تفسیر علمای شیعه را نمی‌دانست، وگرنه به عنوان دلیل غیر قابل انکار به واتیکان ارائه می‌داد و خود را از زندانی شدن در خانه در همه عمر نجات می داد. این وضع عقل انسان در قرن 21 است. در عجب دنیایی هستیم، عجب دنیایی برای خود ساخته ایم. چرا وضعمان این طوریه؟ ما چه هستیم؟ چه می دانیم؟ عقلمون کجاست؟ یا آنها دانشمند هستند و در دو جهت مخالف قرآن را درست تشخیص داده و تفسیر کردند و ما باید همه اش را یک جا باور کنیم، یا شما که می شنوید و تسلط بر عقل خیش را در اختیار داشته و نظری ندارید که ابراز کنید، یا این گوینده بیمار که عقلش را سرکش و خارج از اراده می داند و موجب سردردی و سردرگمی می شود. سر در آوردن امروز را پایان داده، آرامش مغزتان را آرزو می کنم. خوش باشید. خیلی ممنون از این دوستمون، ممنونم. و آقای بها ابهری ایشون باز نوشتن که باز روایت به صورت سوالی، باز حدیث بشری. این آقا یعنی همین دوستمون از خلیج فارس گوینده این برنامه صدا، این آقا تشخیص و تمیزی بین قرآن و روایت بشری نمی دهد و بین این دو مانور می دهد که به نتیجه دلخواهش برسد. جناب سوربی، چجوری می شه در زمین ایشان بازی کرد؟ تلفن در برنامهش می پذیرد یا ایشون وبسایت دارن؟ بعد خود بها میگه که البته باید صداشون رو شنید و حرفشون رو سنجید و از این که می تواند در تلویزیون مردمه و در تلویزیون مردم شما برنامه داشته باشد هم خوشحالم. بعد باز توضیح میده در رابطه با مثلا کره‌ای بودن، ایشون میگه مسطح بودن زمین در قرآن برداشت بوده و ممکنه هنوز هم در ذهن ایشان و امثال ایشان هنوز برداشت باشه، ولی هیچگاه نص صریح قرآن نبوده و نیست. و اما کوها تشکیل شده که پلی تا
تکتانیک یا تکتانیک زمین را از پارهای مختلف بر منابع بر مایه مذابی شناورند و کوه‌ها هم عامل ثبات زمین و حرکت تندتر پلیت تکتانیک ها هستند، چه با وزنشان چه اینکه چون در مایه هستند و بخشی از آن به ناچار در مایه هم فرو می‌رود به یکدیگر گیر می‌کنند. و آقای کاووسی، عیدت مبارک سعید جان، میگه چرا ما گفته های شما را باور کنیم؟ شما یک ایرانی هستید. نکن، باور نکن، برو خودت تحقیق کن، نتیجه تحقیق خودت رو باور کن. من پرسیدم که نمیدونم ترامپ چیزی گفته درباره ایرانیان یا نه، و آقای دکتر ایران بومی لطف کردن از آلمان این رو فرستادن: Statement by President Trump on Persian New Nowruz. میگه که این چیزیه که در سال 2017 اولین نوروزش در کاخ سفید و حالا هم 2018 دومین نوروز گفته. اولیش گفته که برای سالهای بسیاری من لذت می‌بردم از آشنایی و دوستی با ایرانی آمریکایی ها، و میگه اینها یکی از موفق ترین مهاجرین به اصطلاح آمریکا هستند و در صورت با اون contemporary history، با اون تاریخ به اصطلاح متفاوت اینهایی که دارن. و امسال گفته که 25 قرن پیش داریوش بزرگ خواست از خدا که ایران رو در مقابل قحطی و خشکسالی و دروغ به اصطلاح نگه بداره. دکتر ایران بومی، من ممنونم از شما. و قرار بود که آقای ایران بومی یک ویدیوی قشنگی گذاشته بود برای نوروز، من بهش گفتم که این رو اگه برای من بفرستین پخش میکنم. گفت اینو پخش نکن، یه بهتری درست میکنم، هنوز درست نکرده. درباره بها، دوست عزیز من، که به شما گفتم همین الان که ایشون داشت صحبت میکرد و شما داشتی مینوشتی، من نوشته های شما رو کاپی اند پیست برای ایشون با ایمیل فرستادم و ایشون توی یکی دو تا از برنامه ها به شما جواب دادن. حالا میخوام ازشون که دفعه دیگه تو برنامه بعدی اصلا اسم شما رو بگن، آقای بها ابهری. من سالیان سال آقای ابهری رو میشناسم، خیلی ممنونم که با ما هستن. ایشون بگه که مثلا پاسخشون در این مورد اینه و اینه. و اما بهترین نوع جواب دادن اینه که شما زنگ بزنید به این شماره تلفنی که من الان بهتون نشون میدم، پیام بذارید. شما 3 دقیقه میتونید پیام بذارید، بگید اینجا که ایشون گفت سوره یک آیه فلان اینجوری، مثل که همسر آقای ابهری اهل مراکش هستن، توی یکی از چیزا نوشته بودن همسر بنده که اهل مراکش هست و زبان عربی رو خوب میدونه اینجوری میگه، یا مثلا این خیلی ساده است. حالا گفتمتون به دلایلی که برای من قابل قبول هست، ایشون فعلا به خاطر اونجایی که هستن و شغل و مقامی که دارن نمیتونن عکسشون رو نشون بدن، ویدیوشون رو نشون بدن یا ایمیل مستقیم داشته باشن. خب حالا شما ما رو به عنوان یک نامه رسون قبول کن. نامه رسون نامه من چی شد؟ گفت خون به رگ زال زمان شیر شد. و اما و شما قرار بود ویدیو درست کنید همینجوری که این آقا صحبت میکنه شما هم صحبت کنید، خیلی ساده و پخش میکنید. بیاین به این ماجرای جمعه رو گفتم که 3 بعد از ظهر مصاحبه دارم با این دوستمون. 100 تا ترانه شاد ایرانی روی فیسبوک هست. اگه شما دسترسی به فیسبوک ندارید و زرنگتر از ما هستید که هنوز جزء این به اصطلاح فیسبوک کوفتی، بله بازم تکرار میکنم که اون دوستی که 2 تا استاک خریده خیلی ناراحته، بفهمه اگر هنوز تو فیسبوک به اصطلاح کوفتی اسیر هستید و اینها، دوست دارید اسم بنویسید، دوست ندارید این خودتون میتونید همین متن رو که نوشته صد با حروف توی پرانتزم با عدد ترانه شاد ایرانی برای نوروز 1397 تقدیم به شما، من نوشتم تقدیم به شما. اینم از این. و اما ویدیوی آقای سهراب چمنارا رو گفتم، قانون.org رو گفتم، هدف برنامه وسیله. ایشون هدفی داره که ما این هدف رو بارها شنیدیم از دیگران، مثل هدف اونهای دیگه است.
برنامه‌شو من تا حالا نشنیدم، نفهمیدم از این رادیو به اون رادیو، از رادیو به مانی به اون رادیوی فلان به این میرین. شما یه نفر با شما همراه شده، اگه همراه نشده یک اشکالی داره. این دوستمون آقای شاهین فاطمی نوشته که فاطمی یا فاطمی واقعا دیگه پیر شدیم ما، نوشتن این ماجرای اتحاد. اولا ممنونم از آقای مجید نوروزی. نوروز باستانی و سال نو بر شما و تمامی ایرانیان فارغ از نژاد و زبان و مذهب و همچنین به غیر ایرانی، به غیر ایرانیانی که در کشورهای دیگر جشن میگیرن تبریک عرض میکنم. آقا بگو به همه انسانها، حتی اونی هم که نمیدونه. من چند روز پیش با 4 تا آمریکایی آشنا شدم تو 2 نوبت مختلف، بهشون گفتم که فردا، روز شنبه بود، گفتم اون روزم یک کم داشت برف میومد، گفتم فردا هوا خوبه، این خانم شوره آسمی این هفتمین نوروز فستیوال نوروز رو گذاشته و اونام گفتن چه خوب، مخصوصا چون ورودش مجانی بود. فقط ما نیستیم از مجانی خوشون میاد، آمریکایی هم خوشون میاد. و اینا رو به هم بگیم دیگه، حالا خیلی ایرانی و اینا رو هم خیلی به اصطلاح آخوند نقطه‌ای نباشیم. و بله، ایشون شاهین فاطمی نوشتن که واژه اتحاد زیباست، ما نگفتیم زشته آقای باد. ولی آقای رضا پهلوی گفت امروز فقط اتحاد. همون 20 نفر پیروپاتالی هم که دورش بودن 15شون مردن، 3شون رو برد دادگاه، خودش مونده و حوزش. چه اتحادی؟ قرار نیست مردم با هم متحد باشن، میتونن با هم هم فکر همراه باشن، تا یه جایی با هم راه میان میرن. شما وقتی سوار قطار میشی با اون نفر دیگه اتحاد نداری، ولی سوار قطاری هستی که داره از فرانکفورت میره دوسلدورف، حالا اون یکی هانوفر پیاده میشه، اون یکی فلان پیاده میشه. این مشکل ما اینه که میگه شما اگه اومدی بالا دیگه من درواز نمی کنم، که طرف مجبور میشه خودشو بندازه بیرون. این آقای سهراب چمنارا بعض وقتا از این ماشینی که داره میره چون اشتباهی سوار شده خودشو مجبور بندازه بیرون. همین آقای ضیا صدراشرافی رو که الان اون خانم فوش میندازه برش به خاطری که حالا برنامه داره با آقای چمنارا، برنامه رادیویی منظورمه، ایشون نمیدونه که آقای چمنارا به این آقای صدراشرافی استاد میگفت، مقام معلمی میگفت. آقا خب چی شد؟ شما چجوری یه دفعه عوض شدی به کسی که تا دیروز میگفتی استاد، حالا امروز شد خائن، شد استاد خائنین؟ کارمون خرابه، اشکار سر اینه. و اما دوستان عزیز، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید و همین خیلی ساده است، بارها گفتم، یک تماس از شما بقیه کارها از ما. درباره آقای ایران بومی، ایشون فردا یه برنامه داره که به ما قول داده که بعد از این برنامه در رابطه با روابط ایران و آمریکا و تأثیرات فرهنگ ایران بر آمریکا. من آقای ایران بومی به آقای چمنارام گفتم، به دوستان دیگه هم گفتم، من تا حالا ندیدم یه جایی پرونده آمریکایی اول قانون اساسی، ما قانون اساسی آمریکا اینقدر کتابش نوشته باشه که این قانون اساسی نوشته شد، ما کپی کردیم از سنگ کوروش. حالا آقای اقتدام، آقای ناصر انقطاع میاد میگه اون، اون میگه این، اینا رو شما بنداز دور، شما میدونی، میتونی خودت تحقیق کنی و بیای نتیجه تحقیقتو به ما نشون بدی. اینم از این. و اما شیر محمد خواننده سعید شنبه‌زاده، این رو هم آقای تیمور گلچین یکی از دوستان خوبمون فرستاده، من براتون نشون بدم ببینیم که چی میگن. و خوندن این آهنگا، یادتونه که شما یک خواننده بود مال آرژانتین، چی بود اسمش، اوا پران بود، کی بود، اینا انقلاب ایجاد میکنن، برای که میان تو خیابون میخونن، وقتی مردم به شور و هیجان میان بعد میگه حالا بریم جلو مثلا دولت بریم ولی اوکی حالا بریم افتر آورز کنسرت، پولتون رو دادید، حالا یه جای دیگه هم میخوان دوباره بهتون مشروب بفروشن، بریم اونجا هم قلیون بکشیم. آخه این چیه؟ من نمیدونم آقای گلچین عزیز. بعد ایشون نوشته که من وقتی این ویدیو رو دیدم، میخوان بعدش بگم، اول نشون بدیم با هم، اجازه بدید یک لحظه. بله کپچر، خیلی جالب، تو مسنجرم که باز میکنیم
باز این ویدیو اینقدر اون بالا، البته ما با این سیستمی که داریم میاریمش به اصطلاح تمام صفحه. خب بشنویم با هم آقای چی؟ شیر محمد، آقای سعید، اسم شعره شیر محمده، میدونی تو جنوب زار محمد ما خیلی داریم، ولی حالا این گفته شیر محمد. چرا؟ گوش بده. شیر محمد، شیر محمد، شیر محمد، شیر محمد، بنده خدا پولش خوردن به زورم میگفتن. آقا این چه شهریه؟ آقا این چه شهریه؟ ملا داد، آخوند داد، قاضی داد، وزیر داد. شیر محمد، شیر محمد، شیر محمد، دنگ تیره نشیره نر، دنگ تیره نشیره نر، دنگ تیره نشیره، دنیاش کرده تیره بر، دنیاش کرده تیره بر. امو این چه شهریه؟ امو این چه شهریه؟ آخوند داد، ملا داد، وکیلش داد، رئیسش داد، رهبرش داد. شیر محمد، شیر محمد، شیر محمد، شیر محمد، نگو سر محمد، بگو شیر محمد، نگو سر محمد، بگو شیر محمد. آخه این چه شهر؟ چشم ولک، از امروز نمیگیم زار محمد، میگیم شیر محمد. وای شیر محمد، شیر محمد، رهبرش دوست، شیخش دوست، شاهش دوست، سوربی دوست، تیمور دوست. آقا شعرهای ایرج میرزا رو بخونی یا شاعرهای دیگه که میگه گر رسم شود که مست گیرد، گر حکم شود که مست گیرد، در شهر هر آن که هست گیرد. یا اون شعری که میگه اگر پدر مملکت تو هستی، به مجلس و به قانون و به همه چیز. آخه این چیه؟ حالا یه پیر اینجوری بسته، چی بهش میگن، از این پارچه ها بسته دور خودش. دوستمون آقای ابراهیم داوودی، نمیدونم یادم باشه شما همون دوستی هستید که کلیمی هستید، یا حالا ابنت اصلا چرا من میگم، حالا باشید به من چه، بذارید من اینو برای دوستمون بفرستم که اینجا مینویسیم پیست. بله ایشون نوشته که سلام و درود جناب سوری، من از گفته های این دوستمون از خلیج فارس اینطور برداشت میکنم که ایشان یک متعصب سنی مذهب هستن که با فلسفه و سفسطه و مغلطه تلاش در اثبات نظریات سنی ها دارن، خیلی تلاش میکنن و زور میزنن، ولی شیعه و سنی هر دو سر ته یک قماش هستن. خب خیلی ممنون، همین که به اصطلاح شما رو به فکر انداخته که به این نتیجه برسید، خودش خوبه که شما اینا رو شنیدی فکر میکنی که آقا ایشون میخواد شما رو به طرف دین سنی سوق بده، برای که میگه ما سنی ها خرافاتمون کمتره، منطقمون بیشتره فلان، ولی شما مقاومت میکنی و نمیخوای سنی باشی و نه به اصطلاح شیعه باشی. آقای پتیک یک ویدیو، یک چیزی برای من فرستاده، عکسی فرستاده، این عکس سراته است، اجازه بدید من بچرخونمش. شما عکس رو وقتی رو بله میگه که سوربی این ویدیوی آقای شنبه‌زاده با آهنگ رقص بندری خیلی انقلابی شده، دل مردم به چی خوشه؟ والا این سوال منم هست. آخه میرن اینا تو کنسرت توی سالونی میخونن، اونا هم جیغ میزنن، نفر 30 دلار 40 دلار 70 دلار هم دادن، بعد این آقا هم به عنوان یه آدم انقلاب، آخه انقلاب یعنی چی؟ معرفی میشه. این درست مثل برنامه آقای چمنار هست، مثل برنامه دیگرونه، یه جا چند نفر جمع میشن یه چیزی میگن، برای هم دست میزنن، رفتم که رفتم، و الا شما جیغ زدین بگه همه حالا بیان دنبال من را بیفتین. و چرا همین آهنگر تو ایران نخوندی که مردم بیان دنبالت، حالا که اومدی خارج میخونی؟ کارمون خرابه. دست ممنونم. سعید همچنین توضیح میده آقای بها اطهری درباره تعریف تکتانیک، تا آنجا که تکتانیک من از کالج یادم میاد این هست که زمین یک تکه خشک بزرگی بود که بر اثر لرزه ها تک تکه قاره شد، فکر کنم 6 قاره از این حرکت ها به وجود آمد.
و در صورت این بحث و گفتگوها هست، و شما وقتی که بحث درباره دین و مذهب و اینا رو شروع میکنین کار مشکلی هست. بذارید من بهتون نشون بدم، پوتینی که توی یک کشور کمونیستی رئیس جمهوره و الان 18 ساله، حالا 6 سال دیگه هم قراره باشه و قبلش هم توی چیزای اطلاعاتی بوده و اینها، ببینید چجوری اینجا در مقابل دین و مذهب زانو زده. اون وقت شما میگید ما میخواد بیا این پوتین، اجازه بدید بیارمش اینجا، بله نگاه کنید، و اون آقا هست، این پیرمرده پاپ فرانسیس، چقدر آقا این چقدر پاپ خوبیه، به گیا میگه بیان، بعد ببین چقدر خوبه، اصلا عصای طلایی دستش نمیگه، این از همشون پدر سوخته تره، چون زمانی که مشکلات یا گند کلیساها آمد بالا و دیدن هیچ که نمیتونه کنترلش کنه، گفتن این پدر سوخته مأمور ما که بیاد کنترل کنه، و دیدید که چه قشنگ کنترل کرد همه. اون وقتی میگن سر رو با پنبه میبره، واقعا این بود، سرا رو با پنبه برید، پولا رو داد، اونایی که شکایت میکردن ساکت شدن و دوباره اینا به این عمل زشتشون که همینه. نگاه کنید اونایی که میگن تو کشورهای دیگه حکومت از دین جداست، این اینجا هم که بالای سوپریم کورت بیاد نگاه کنید که آقای موسی با اون تن کامندمنت ده فرمانش داره راه میره، و هر جا میری همین، اینجا بیاید نگاه کنید که طرف قصه وقتی میخواد بره توی شورای شهر حتی شروع به کار کنه باید قسم به انجیل بخوره. تازه الان اینجا مشکل داشتن، اگه یه مسلمونی برنده بشه اون وقت ما چه کار کنیم؟ ما که فقط انجیل قبول داریم، کارمون خیلی خرابه دوستان. از این حدی که شما فوش بدی که به فیسبوک گفتی فیسبوک کوفتی، آقا این قسمتی که برای من میاد فیسبوک کوفتیه، اون فیسبوکی که برای شما میاد فیسبوک چی بهش بگم، حلواست، برو کیف کن، برو بخور تا بمیری، چی بهت بگم؟ آخه مردک تو قرار شد بری، این آقا شادان هم قرار شد بره بیاره ببینه من به کی فوش دادم، چرا فوش دادم، باید فوش میدادم یا ندادم، رفتن که بیان. بهتون گفتم سال 2002 یا 2001 من 12 تا برنامه گذاشتم و این آقای احمدعلی مسعود انصاری داستان دادگاهش و کتاباش آوردیم گفتیم با سند. اون آقای حمید شاهین فرد که فکر میکنه حالا چون موتور سواره میتونه به همه زور بگه، با ما یه زمانی موتور سوار بودیم، بیندر داندت گذاشتیم، ما چی میگفتم آردمون رو، میگو آردمون رو بیختیم، چی میگفتم و الکمون رو هم آویختیم، جایی که شما الان هستی ریشی گذاشتی و نمیدونم از این چرم و مرم و اینا، البته ما به این شدت خودمون رو قاطی نکردیم، ولی بیندر داندت. و شما میگی چیزی که میگی با سند بگو، گفتم آقا بیا به من بگو کدومش، ما که هرچی داریم میگیم سند نشون میدیم، شما ها هستین که بی سند همینجوری یه روز میرین این و یه روز میرین اون و، برین تحقیق کنین بیاین، همونجوری که 15 سال 16 سال هیچ کس نتونسته تا امروز بیاد بگه آقا این آقای انصاری اینجا دروغ گفت و آقای رضا پهلوی اندر او دروغ گفته. وقتی شما قسم بخوری و دروغ بگی میشه یه جرم جنایی که تو دادگاه دنبالت میاد، و این بار اولش نیست. این بچه هم که بوده قسم خورده، مامان جونش گفته حالا بشین روی صندلی تو آفتاب مصر قسم بخور، بعدم قرار بری تو آفتابه. حقیقت رو قبول کنید، حقیقت اگه تلخه یه کمی خودتون رو چیز کنید. بذار ببینم سعید یه چیز دیگه هم، یه لینک دیگه هم فرستاده بود، اون برای خود من مسکه بود، بذار ببینم در رابطه با چی بود. دستان ممنونه. آقای مبصری ببین دوست عزیز، شاید من اشتباه میکنم، ولی من اتفاقا شما که میگی من عکسای خودم و جاهای دیگه میذارم، عکسای خودتونو، فکر نمیکنید خنده داره تو جایی که میگه فیس بوک عکستونو نذارین؟ و من اگه این سفره بتونم بهتون نشون میدم که فیسبوک بعضی وقتا میاد یقتونو میگیره، میگه برای این که نشون بدی شما خودت هستی یه عکس از خودت بگیر بفرست،
وقتی یه نفر میاد عکس خرگوش میذاره، یکی دیگه میاد عکس نمیدونم کاوه آهنگر میذاره، یکی دیگه میاد عکس آقای رضا پهلوی رو میذاره، فیسبوک بهش میگه حالا بیا به اصطلاح به ما نشون بده که تو خودتی. چجوری میتونه؟ پس فیسبوک تا اونجایی که من میدونم قانونش اینه که توی پروفایل شما میتونی یه سازمان داشته باشی، جنبش آب خوردن، اونجا عکس آب بندازی و این برم یه آسیاب بندازی و اینا، هر چی دلت میخواد. ولی وقتی که شما گفتی همایون مبصری، اینا آقا با برنامه اومدن، اینا اینجوری نبوده. من بعضی وقتا دارم رانندگی میکنم میگم اینا چجوری فهمیدن مثلا 50 تا کشور هیچ کدوم حرفاش تکرار نشه، 50 تا ایالت دیدید مثلا آریزونا ایزی، واشنگتن دی سی، اینجا ویرجینیا وی ای، کالیفرنیا سی ای، اینا کسی فکر کرده چجوری اینا با 26 تا با 26 تا الفابت چه موقع چه فکر کردن؟ البته ما فوری میگه آقا اینو از این استوانه هست، همه استوانه هست که حقوق زنای حامله. میگم ای خاک بر سر ما ایرانی ها، 2500 سال پیش زنای حامله میرفتن سر کار که وقتی بچه میزان و بیان استراحت کنن، این بوده مساوی که میخواستی بهشون بدی؟ ولی طرف میگه و میره، اونی هم که نشسته اونجا خوشحالش آقا عجب ملتی بودی با، عجب برابری داشت، عجب مساواتی داشت. تازه ما یک زنی هم بوده، خانم آرتیمیس بوده، کی بوده؟ این ناخدا چیز بوده، کاپیتان کشتی بوده. آقا اصلا مرد نبوده، همه رو کشته بودن توی جنگای احمقانه، یه سری از این ور یه سری از اون ور، روم و نمیدونم یونان و ایران و فلان اینا همه مرده بودن. خراب. خب خیلی ممنون و یه روزی هم فرصت بشه با این آقای مبصری صحبت کنیم. با سلام و درود خدمت شما، عید نوروز سال جدید مبارک، با آرزوی بهترین ها، آقای آزاده عیسی آزاده، یکی از اونایی که از سازمان مجاهدین به اصطلاح جدا شده و یکی از اونایی بوده که رده های بالا رو داشته. خب ببینم دیگه براتون چی گذاشتم. عکس پوتین رو هم نشون دادم. دوستان عیدی یادتون نره، هم اولین روز فروردینه، هم تا 13 شما میتونید به اصطلاح عیدی بدید، ما هم بر نمیگردونیم بگیم نه دیر شده. این از این. و دنبال چی میگردم؟ آهان، پلیت تکتونیک، لینک اینو برام فرستادن که خب اگه کسی بخواد سرچش میکنه، یا همین که رو فیسبوک گذاشتید خیلی ممنون. و هر روز یه چیز جدید ما یاد میگیریم، از این بابت بسیار خوشحالیم. آمریکایی‌ها یه اسلوگنی دارن یا یک ضرب المثلی دارن، میگن every day is a learning day، یا every day، یا همین every day is a learning day، یعنی هر روز باید یه چیز جدید یاد بگیریم. و از اون برم یه چیزی هست میگه روزی که یاد گرفتن رو متوقف کنیم، اون روز روز مرگمون هست. ببینم این عکس هم چرا راستی تو فیسبوک وقتی عکس میاد ما اون عکس رو به عنوان عکس سیو میکنیم، به عنوان عکس نشون نمیده، مینویسه نو نیم. حالا بذارید من این عکس رو اینجا اینجوری به عنوان کپچر، این همون چیزی که اسنیپینگی که سعید یادمام داد سالها داریم استفاده میکنیم. میگم بعض وقتا یه چیزایی داریم ازش استفاده نمیکنیم، مثل مغزمون. Persian poet word become doubly artful. آهان، میگه این روزنامه رو دیده. خب از این چیزها زیاده تا دلت بخواد. اتفاقا یک نمایشگاهی ماه آینده قرار اینجا باشه، اگر به اصطلاح فرصت بشه با اون هنرمند صحبت میکنم. و نمیدونم این گویا یک هنرمنده یا شاعره که شعراشو به صورت خطاطی و اینها هم در آورده، و ممنونم از پتیک از کالیفرنیا که این رو برای ما فرستاده. فرق انسان و گاو، میگه که گاو توان حمله به پایین تر از خودش را ندارد. این جمله شما اشتباهه، توانش رو داره ولی به خودش اجازه نمیده. یادتون اون روز گفتم این آقای مجید صادقی، حالا چون آقای زاکری افتاده زندان، به من میگه که شما بیا شهادت بده. گفتم نه آقا دیگه این بدبخت خدازده الان خورده زمین، دیگه ما به آدمی که زمین خورده که نباید لگد بزنیم. این نشون نمیده که من توان لگد زدن ندارم، نشون میده که دارم ولی نمیزنم. این گاوی که شما اینجا نشون میدید
توان حمله به پایین تر از خودش رو داره ولی این کار رو انجام نمیده. بعد شما نوشتید این انسان است که توان و قدرتش را به زیر دستان نمایش داده و عملی میکنه. این ویدیو رو دوستان با هم ببینیم، جالبه. و این درباره گاوبازی و ماتادور و اینها ویدیوهای زیادی هست. ماتادوری که گاو رو اینقدر زخمی میکنه، وقتی که این نیزه هاش تموم میشه و اسیر میشه، گاو میاد اونو توی کورنر نگه میداره، گاوه بهش حمله نمیکنه و گاوه از همه جاش داره خون میاد ولی داره به این نگاه میکنه که ببین تو به من چی کار کردی، منو خونین و مالین کردی، ولی من حالا که میتونم تو رو با شاخ بزنم، فلان کنم، نابود کنم، نمیزنم. و همون که ما میگیم از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست، بعض وقتا باید بگیم که از دیو و دد ملولم و حیوانم آرزوست. با هم این حیوان رو ببینیم و برگردیم برنامه رو ادامه بدیم. صدا نداره. بله، حالا هر کی ضبط کرده خب کار بدی هم نیست. میبینید آدما تا وای میسن گاو میاد به طرفشون، همچین که اینا میشینن به اصطلاح گاوه کاری با کارشون نداره. من یادمه بچه که بودیم این سگای ولگرد زیاد بودن دیگه، ما که شمال شهر زندگی نمیکردیم. بعد یاد گرفته بودیم وقتی یه سگ میخواد حمله کنه شما فرار نکن. اونجا تو ایران میگفتن شما بشین، این فکر میکنه میخوای سنگ ورداری بزنی بهش، اونم وای میسه نگاه میکنه. و من هیچ وقت نفهمیدم که این فلسفهش چی بود. اگه در میرفتی میدوی دنبالت پاچتو میگرفت، ولی اگر مثل اینا که اینجوری مینشستی و فلان، اونم وای میساد. شادم فکر میکرده که این دیگه چه حیوانیه که به دو شکل مختلف در میاد، یه وقت رو دوتا پاشه، یه وقت حالا نشسته و اینجوری. و میبینید که این همین ماجرا همینجوری هی ادامه داره، هی گاو میاد این ور، هی میره اون ور، و اینا به این صورت نشسته میان و هیچ خطری نگاه کن نداره. البته خب خیلی از این فیلم ها رو میسازن، یعنی روش کار میشه، به همین سادگی نیست یه دوربین بردار بیری تو صحنه و اون گاوم بگه که خب امروز تصمیم گرفتم من نزنم. جوکای زیادی هم گفتن دیگه، میدونید که میگن یه نفر ایرانی رفته بود اسپانیا و ایرانی ها دنبلان دوست دارن دیگه، اون بیزه های بره و اینا که کباب میکردن. بعد اونجا این نزدیک میدون گاوبازی بوده و هر روز اسب میرفته عرق و آبجو و دنبلان. دنبلان ها مال گاوایی بوده که تو میدون گاوبازی به اصطلاح زخمی شدن، میکشتنشون، گوشتشون و دنبلانشون اینا رو میفروخت. بعد یه روز این ایرانی اونجا به اون آقایی که دنبلان کباب میکرده میگه که آقا چی شده، این چرا امروز این گاوه اینقدر کوچیکه دنبلانش یا بیزه هاش؟ میگه که امروز گاو زد ماتادور رو کشت. این ماجرای ماتادور اینا شنیدم که تو اسپانیا هم خیلی تحت چیز هستن که کم بشه به اصطلاح، یا اصلا برچیده بشه. ولی من خودم یادمه که رفتم کنکون مکزیک و دوست ندارم اینجایی که هتل‌ها بهت میگن برو اینجا رو ببین برو اونجا، میرم با اتوبوس با تاکسی اینا جایی که مردم هستن. و اون توی شهر که رفتیم استادیومی بود برای گاوبازی اینا، این استادیوم مثلا فوتبال مثلا امجدیه اینجوری شلوغ میشد، اینا اینجوری میرفتن و میمدن، اینا چه فریادا که میکشیدن و چه ما نرفتیم داخل، نه پولی دادم برای دیدن کشت شدن گاو و نه دلشو دارم. و اما ایام عید هست، یادی از رضا شاه کنیم، رضا شاهی که با پیوستن یه جورایی با هیتلر اربابان خودش رو آمریکا و انگلیس رو ناراحت کرد و گفتن که ای بابا ما تو رو گذاشتیم سر کار، حالا که ما با این در جنگیم تو مثل ژاپن و ایتالیا میخوای بری دنبال عمو هیتلر، و انداختنش بیرون دیگه. ترجمه تلگراف رئیس کشور آلمان اعلی حضرت، بذارید من اینو بهتون نشون بدم که اینو دیدید حتما روی اینترنت و اینها هست و خیلی جالبه که این پرونده ها
حالا میاد بیرون هی یکی یکی. البته حالا دیگه اشکالش اینه که راست یا دروغش رو، اون رو وقتا گفتن خدا اعلمه یا خدا عالمه. در هر صورت نشست دربار شاهنشاهی ترجمه تلگراف رئیس کشور آلمان تهران اعلیحضرت همایون شاهنشاهی، اعلیحضرت همایون شاهنشاهی رضا شاه پهلوی، از آن اعلیحضرت خواهشمندم به مناسبت نوروز صمیمی‌ترین تبریکات ما را برای ترقی و پیشرفت ترقی و چیچی کشور ایران قبول فرمایید. آدولف هیتلر. خب حالا اینو دوستان شاه اللهی سلطنت طلب بهش افتخار میکنن، یا مثل این ماجرای تبریک گفتن دونالد ترامپ به آقای پوتینه، یا این اشکال بوده همین که توی اون زمان همه سعی میکردن یا بیطرف باشن یا طرف حق و عدالت میگرفتن، که اون موقع این بوده که آقا این کلیمیه حالا هر ظلمی هم کرده، هر نزولی هم داده و اینا، ببرینش دادگاه، چرا سوارش میکنی ببرینش توی دخو و مخو اینا میسوزونیشون. آقا رضا رفته سراغ کی؟ سراغ عمو هیتلر. در اوستا به قیام کاوه آهنگر اشاره شده است. این دوستمون آقای سهیلی من فکر میکردم آدم منطقی باشه، ولی متاسفانه ما وقتی احساسات میاد، ما از لحاظ متاسف بودن از حزب اللهیان بدتر میشه. ایشون یه چیزی برای من فرستاده بود، من بهش میگم آقا شما تاریخ رو با شاهنامه با داستان قاطی کردی، خب این میشه مثل ماشینی که آب روغن قاطی کرده باشه. ماشینی که آب و روغن قاطی کرده باشه روشن میشه، راه هم میره، ولی قدرت اولی و حقیقی و اینا رو نداره. این بی قدرتی ما از اینه. حالا ایشون میخواد برای من سند بیاره، میگه آقا در اوستا به قیام کاوه آهنگر. پس این کاوه آهنگر از اوستا که مثلا 3000 خورده سال هست قدیمی تره؟ اصلا کاوه آهنگر وجود داشته؟ چون اگر کاوه آهنگر رو بیاری، بعد باید شاه اون ضحاک ماردوش رو هم بیاری. اگه شما به شاهی و پادشاهی افتخار میکنی، چجوری اون وقت یه دفعه یه پادشاهی داری که دوتا مار رو دوشش بوده؟ نمیخونه آقا، اینا رو ول کنید، اینا داستانه، بخونید به عنوان کتاب داستان. کاری که شما با کتاب شاهنامه میکنی، کاری که این آقای چمنارا با کتاب شاهنامه میکنه، مسیحیه با انجیل میکنه، مسلمونه با قرآن میکنه، کلیمیه با تورات میکنه. یه شعری بود اون وقتا رو سیزه به در میخوندن، کاری که سرهنگ میکنه تو دفتر هنگ میکنه، کاری که آجان میکنه نمیدونم سر پست میکنه، کاری که قصاب میکنه فلان. شما همتون یکی هستید، فقط چون میگین آقا این خوبه، اینی که میگه این خوبه بد. نه آقا دوتاتون بدی، سوربی هم که میگه شما بدی، اونم بد. بیننده منم که میگه چرا به فیسبوک گفتی فیسبوک گفتی، اونم بد. در هر صورت اولین روز سال 1397 باز یه بار دیگه بهتون تبریک میگم. هر جا هستید خوب و خوش سلامت باشید. از تلویزیون ها اگه استفاده میکنید، اگه دیدید این تلویزیون ها به جای وابسته نیستن، از جای پول نمیگیرن، حمایتشون کنید تا این سکوی آزادی و ارتباط و اینا رو به اصطلاح در اختیارتون بذارن. از آقای مبصری ممنونم. من برداشتم اینه که فیسبوک، مخصوصا هم اسمش فیسبوک، باید عکس فیس شما باشه. حتی توضیح میده، میگه که عکسای بزرگ و ایناتون رو بذارید تو اون قسمت فوتو، تو اون قسمت عکس‌ها، ولی عکس صورتتون رو بذارید تا طرف بگه این آقای مبصری من باهاش کلاس اول میام، همین قیافه رو داشت، حالا مثلا بزرگتر شده ولی صورتش همون صورت. فیسبوک، اینجوری که شما ازش استفاده میکنید، it is fake book، یعنی قلابی. اونای دیگه که استفاده میکنن عکس دروغی یکی دیگر میذارن، میشه فیسبوک، یعنی فیس میدن. طرف 80 سالشه، افتخار اگه نمیکنی به صورت تو به قیافه، خب یه اشکالی داری. میره عکس یه جوان 20 ساله رو میذاره پشتش قایم میشه، خب اون فیس میده، اون یکی فیک قلابیه. ما این وسط اومدیم عکسمونو گذاشتیم،
اون وقت اینایی که نه عکس دارن نه اسم دارن نه فعال، صد رحمت به شما. حالا چرا من میگم شما رو، من اصلا تا دو سه جلسه فکر میکردم که یه همایون قلابیه، ولی اگه عکستون رو بذارید، اگر دو جا یه جا ببینم میگم آقا یه حسابی به نام شما باز کردن، شما فوری به فیسبوک. من فردا اگه برم یه همایون مبصری باز کنم یه عکسی بذارم، شما چجوری میتونی به فیسبوک ثابت کنی که شما اصلیش هستی یا منم؟ من چون از روز اولی که باز کردم عکس خودمه، شما برو الان باز کن، یکی باز کن ببینی سربی عکسی یه بوزی بذار، فوری میتونم آقا این منم. اصلا یکی از ریپورت ها اینه، بذارید بهتون نشون بده. من بیام الان صفحه آقای همایون مبصری، اجازه بدید مبصری همایون نگاه کنید. یک لحظه، این دیگه آخر برنامه هم هست، من خیلی خسته هستم. خب نگاه کن کامرای سه، این آقای مبصری. ببینید یکی از چیزهایی که شما میتونید گزارش بدید، لاپورت، همون کلمه ریپورت، لاپورت اینه، میزنید ریپورت، میگه چی؟ میگی این پروفایل رو من میخوام ریپورت کنم. میگه چرا؟ میگی this is fake account. آخه این آقای پلنگ از تو جنگل نیومده اکانت باز کنه، پس this is fake account. بعد که میزنی یا چیزای دیگه داره که یه نفر اسم من استفاده کرده، یا بذارید ببینم، نه دیگه رو گزارش نکنی بابا، ما دوست خودمونم ریپورت کنیم. خب هیچی درصد آقا من برداشتم اینه، شما همین رو شما صحبت کنید، همین رو تحقیق کنید، بیان درباره صحبت کنید. بذارید ببینم روی تودی براتون چی گذاشتم. جمعه ساعت 3 بعد از ظهر با اون دوستمون خواهیم بود که من از ایشون سوال کنم. آهان، یه نامه جالبی هست. آقای من هیچ وقت آقای دکتر احکامی رو به این ناراحتی ندیده بودن. دوستان سیروس اسدی کیه؟ این همونی که وزیر بود، از بس همه وزیر و وکیل و دکتر و مهندس و اینا هستن، آدم دیگه نمیدونه کی به کیه، کجا به کجاست. ولی این نامه رو آقای دکتر شاهرخ احکامی که من این افتخار آشنایی رو باشون داشتم، هم حضوری دیدم ایشون رو، هم چندین بار مهمون برنامه ما بودن و امیدوارم در سفری که قراره به واشنگتن داشته باشن بازم در برنامه ما باشن، اینو که خوندم اصلا گفتم مگه میشه همچین چیزی؟ آقای احکامی رو یه نفر اینقدر تونسته باشه ناراحت کنه؟ دکتر سیروس اسدی چند سالی بود که پس از جدا شدن از رژه ایرانیان هیچ برخورد و دیداری با تو و یا بانو دکتر مهشید اسدی که برایشان احترام خاصی قائل هستند نداشتند، به جز در عروسی زیبای کامران جاوید عزیز. در این مدت هیچگاه حتی اسمی از تو در جایی نبرده بودم، تا اینکه طی هفته‌های گذشته ناگهان حرف و حدیث‌هایی شنیدم که فقط از آدم بی پرنسیپ بی شرم و پر از عقده‌ای مثل تو برمی‌آید، و بار دیگر دیدم که چطور پس از سال‌ها عقده و حسادت هنوز میتواند تو را به بیراهه بکشاند. هرچند که در افکار عمومی خدمت در جامعه مقدس تبابت با چنین رفتار اعمال زشت و کری همخوانی ندارد و بسیار دور از انتظار می نماید، گاهی در شگفتم که چگونه فردی میتواند تا این حد قد ناشناس باشد و نمک بخورد و نمکدان بشکند. من نه روانشناسم نه روانپزشک، ولی احساس میکنم که تو نیازمند یک کمک تخصصی روانی هستی. هرچند سخت جانی این شیوه رفتار و پستی های وجود تو میتواند درمانگر بیچاره، اما از عهده درمان تو بر نمی آید به ناامیدی بکشاند. خوب به خاطر دارم که تو چگونه همراه با بیشرمی سعی کرده ای از همسر نازنین و بیگناهت در میان دوستان و نزدیکان یک مریض روانی بسازی، و برای قبول کردن ادعایت می گفتی که بیماری روانی در خانه همسرت همگیر است و علاوه بر دوست نازنین من دکتر عرفانیا، طبیب و جراح قابل زنان نازایی، می گفتی که حتی برادر آرشیتکت همسرت که من آشنایی چندانی با او ندارم به همان درد مبتلاست. دوستان
من این نامه رو میذارم روی فیسبوک، ولی شما ببینید، اولا هر چی گفتیم دکتر بود، دکتر اسدی، دکتر احکامی، دکتر عرفانیا، برادرشون دکتر فلان. اون وقت اون کسی که میگه آقا مجری تلویزیون امیدوارم در سال آینده فوش ندهد، و بعد با خوشحالی و به اصطلاح چیز میگه که من اگه میخوام به یکی هم فوش بدم یه جوری فوش میدم که اون نفهمه. میگم خب آقا اگه به هر کسی بگی، میگه بابا این اولا وقتی فوش میده میفهمیم فوش میده، وقتی میخنده میفهمیم شاده، وقتی ناراحته میفهمیم ناراحته. متن سخنرانی دکتر شاهرخ احکامی در تظاهرات ایرانیان در یونیون اسکوئر از نیویورک برای همبستگی با مبارزات مردم ایران. من این دو نامه رو میذارم روی فیسبوک و اگرم کسی اونجا نتونست پیدا کنه براتون میفرستم. از آقای شاهرخ احکامی دعوت کردم که در سفری که در آینده قرار بیان واشنگتن با شما دوستان، با من و شما باشن، و ماجرای پرواز هواپیما که این دوستمون گفت، دیدید که مثلا شما از اینجا که میرید آلمان چند ساعت طول میکشه، از اونجا که میان چند ساعت طول میکشه. یکیش مال اختلاف زمانه که من یادم یه دفعه وقتی سوار شدم از سان فرانسیسکو برم هاوایی، گفتم به چه خوب مثلا این 2 ساعت پروازه، نگو که چون 3 ساعت اونها جوانتر بودن اونم کم میشه ازش، و ساعت پرواز اینجا رو می‌نیسه، ساعت فرود اونجا رو. این 3 ساعت رو شما از این ور اشتباه می‌کنید، ولی بازم با همه با حساب کردن این، از یه طرف بیشتر طول میشه، از یه طرف کمتر. خود من تا مدت‌ها فکر می‌کردم که ما از این وری که میریم، چون در جهت کره زمین میریم، خب این داره میچرخه بیشتر طول میشه، از اون وری که میان کمتر. ولی وقتی با یه دوستی که خلبان هست و تو یونایتد کار می‌کنه و اینها صحبت کردم، گفت نه عزیز من، مسئله باد هست، و این که موقعی که باد هست این بند خدا خیلی هم پول سوخت و اینا بیشتر میدن. اگه کسی هست که از لحاظ پرواز و اطلاعات اینجوری چیزی بلد هست، اون رو هم میتونه برای ما توضیح بده که چرا مثلا از اینجا به کانادا، از اینجا به لس آنجلس مثلا 5 ساعته، از یکیش 5 ساعته، یکیش 5 ساعت و نیمه، و این ماجرا چیه؟ ماجرا کره زمین که میچرخه یا چیز دیگری است؟ از اینکه با ما بودید ازتون ممنون و متشکرم. 1 دقیقه من اجازه بدید تا ویدیوی آقای سهراب چمنارا رو بذارم. این ویدیو در آرشیو ما خواهد بود، مثل ویدیوهای دیگه، مثل کانون آوا، مثل ویدیوی اندیشکده .net، و شماها اینا رو که میبینید میتونید اگه شماره تلفن و اینفورمیشن هست با خودشون تماس بگیرید، اگر نه با تلویزیون مردم. یکی از افتخارات ما این بوده که از روز ازل جوابگو بودیم، حتی اگه شده به فوش سعی میکنیم امسال فوش ندیم، چون نه من از فوش دادن به جای رسیدم، اپیرنتلی به نظر میرسه شما هم نرسیدی، پس فوش رو بذاریم کنار، بیایم حرف بزنیم. منطق داری؟ من یه چیز غیر منطقی گفتم، شما بیا قشنگ توضیح بده، بگو آقا این درسته. اگر باور داری مردم میفهمن، اگه شاه اللهی هستی میگی مردم ما نمیفهمن، نمک نشناسن، نمیدونم فلانن، خب اون دیگه اصلا ما با شما حرفی ندارم، برو یه برنامه دیگه نگاه کن، خودت هم اذیت نکن. روز و روزگار بر شماها خوش. 1 دقیقه دیگه برنامه آقای چمنارا شروع میشه. خیلی ممنون که با ما بودید، با امید دیدار و خدا نگهدار.